کسانی که مشرف شد محضر مقدس حضرت بقیت الله الاعظم حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا فدا اللهم یهلیه. افتخار مکتب اهل بیت علامه یهلیه من خبر به گوشش رسید یه نظر از دشمنان و مان دین اهل بیت کتابی نوشتم و در اون کتاب اهانت هایی به مقام مقدس اهل بیت کرده. علامه یهلی زنده و بیدار و سینه سپر کردم و در کمین یک دفعه ناراحت شد با هر وضعی بود این کتابو به دست آوردن. کتاب خطیم به کسی نمیدن، با یه زحمت زیادی این کتابو به دست آورد، یک شب بخونه و کتابو برگردونه. وقتی کتابو دستش دادن دید قوغا کرده در رزالت و اهانت به اهل بیت. من زنده باشم در زمان حیات من کسی بانو که قلم شکستش چنین بنویسد چیکار کنم؟ حالا اگه بخوام ردشو بنویسم باید این کتاب پیشم باشه، این کتابو فردا صبح میخوام ببرم. گفت خوبه من از روی این کتاب بردارم بنویسم. تونتون علامه یهلی مشغول نوشتن شد. گفت 4 ساعت هی نوشتم، یه وقت دیدم دستم خسته شد، چشممم زیاد خسته شد، یه مقدار قهوه درست کردم خواب از سرم بپرم. میگه یه وقت دیدم از پله‌های خونم یه عربی اومد بالا. خودم گفتم ببین امشب که اینقدر وقتم کمه، برام مهمون اومده، منم عرب و مهمون نواز. گفت یه وقت دیدم این عربه به من گفت علامه یهلی چی می‌نویسی؟ گفتم یه کتابیه دارم از روش می‌نویسم. سنادت علامه یهلی مثلی که دستات خسته شده، چشمات میسوزه، حق داری خوابت میاد، بده من کمکت بنویسم. گفتم آجان این کتابی که مینویسم باید از نظر جمله بندی و برنامه مرتب باشم. گفت یه خط بده برات بنویسم ببین بلدم یا نه. یه خط نوشت، دیدم چقدر زیبا نوشت و چقدر به جا نوشت. گفت این خطی که نوشتم بهترم میتونم بنویسم. یه وقت دیدم زیرش یه خطی نوشت بهتر از اون خط. گفت باز از این دوتا خطی که نوشتم بهترم میتونم بنویسم. یه وقت دیدم یه خط نوشت بهتر از اون دو خط. گفت علامه یهلی بگی بخواب، من گرفتم خوابیدم. ای خاک کف پات توتیای چشمم، ای قربونت بشم آقا جان، هر که به تو خدمت کنه کمکش میکنی، هر کی بنا تو قدم برداره سر بهش میزنی.
یه وقت بیدار شدم دیدم عربم نیست، دو تا ناراحتی، اول مهمون نوازی نکردم و ای عرب رفت، ثانیاً مهمتر از این کتابم مون، کاشتی من نخوابیده بودم حتماً این عرب یه صفحه نوشت دارم. آمدن سر کتاب 10 صفحه زدم دیدم نوشته، 50 صفحه زدم دیدم نوشته، 100 صفحه زدم دیدم نوشته، همه دفتر و ورق زدم دیدم همه شو نوشته، خط آخر دفتر و با خط آخر کتاب تطبیق کردم دیدم همه کتاب رو نوشته، دیدم اون صفحه آخر کتاب پایین صفحه یه امضای کوچولو کرده، برداشتم نگاه کردم دیدم نوشته حجت ابن الحسن. به 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 ای قربون تو امام زمان به جمع یبن الحسن، یبن الحسن. یا ابن الحسن، یا ابن الحسن. اللهم صل على محمد وآل محمد. معجب فرجهم وسهل مخرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين لا سيما خاتمهم بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن المهدي أرواحنا له الفداء وأرواح العالمين واللعنة الدائمة الأزلية الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم وقاصدي حق خلافته إلى يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. از حومه جنوبی شهر بیروت در این روز دوشنبه بسیار
گرم و آفتابی بیروت که سر و صدای همه همشهری ها و ساکنان این شهر بود، از گرما بلند شده بود. خدمت شما برادران و خواهران عزیزم، شیعیان رافضی محمد و آل محمد، محمد و علی و آل محمد و علی، هر کجای دنیا که هستید سلام عرض میکنم و آرزو میکنم که حالتون خوب باشه، خودتون و خانواده هاتون هر جا هستید کنار هم محفلتون گرم باشه، به گرمای خورشید پشت ابر عالم وجود، یعنی وجود نازنین حضرت صاحب الزمان ارواحنا له الفدا. خب، جلسه 16 رسیدیم از سلسله مباحث منهاج براءت، رهایی بخش اندیشه انسان شیعی. در جلسه گذشته، در پایان جلسه گذشته مطالبی رو گفتیم در حاشیه بحث در خصوص علتهای استضعاف امت شیعه، اسباب و عللی که تحمیل شده به جامعه شیعیان و به نوعی به جامعه اسلامی. اما چرا این تحمیل به جامعه شیعیان بیشتر بوده؟ به جهت اینکه وقتی که دشمنی میخواد کسی رو از پا بندازه، سر او رو هدف میگیره، قلب او رو هدف میگیره. این دو نقطه حساس، و قلب اسلام و جامعه اسلامی و در تعبیرات دیگری رأس امت اسلام شیعیان هستند. در زمان ائمه هدی علیهم السلام هم علی رغم تمام تلاشی که ائمه هدی علیهم السلام بعد از رسول خدا، بعد از شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کردند، تلاش‌هایی که فرمودن برای بازگرداندن یک پارچگی و وحدت سلیم و صحیح به امت اسلام، با غربال کردن عقاید مسلمانان، با تسلیه کردن و فیلتر کردن عقاید مسلمانان، با حذف هر گونه خرافه و بدعت از دایره عقیده و شریعت اسلامی، اما چون طرف مقابل دشمنان دین خدا تلاش بسیار کردند، اونها هم کار رو پیش بردن و تا جایی که تونستند تلاش کردن تا این امت رو پاره پاره کنند، همچنان که قرآن رو پاره پاره کردن. الذین جعلوا القرآن عظیم فوربک لنسألنهم اجمعین اما کانوا یعملون. قرآن رو پاره کردن، جگر نازنین رسول خدا رو پاره کردن، کمر امیرالمؤمنین رو شکستن، ائمه هدا رو مورد ظلم و فشارهای ظالمانه قرار دادن و امت رو پاره پاره کردن. این دست دست نفاق، این دست دست گمراهی و ضلالت بود، متجلی در بین
یهود و حتی در بعضی از لایه‌های نصارا، همچنان که خود مسیحیان گرفتار انحرافات بسیار وحشتناکی شدند که جریان این انحرافات پیشش در یهودیت ضد خدا بود و نه دین کلیم و نه پایبندان و ملتزمان به دین کریم الله موسی علیه السلام. حالا بحث یهودیگری که امروز به صورت افراطیش به عنوان صهیونیسم مطرحه، این بحث بسیار دقیقه، نمیتونیم گذرا بحث کنیم، باید تخصصا روش بحث کنیم. و تأثیری که بر دین مسیح یعنی اسلامی که حضرت مسیح قرائت فرمودن سلام الله علیه و صلوات الله علی نبینا و آله و صلوات الله و سلامه علیه، باید بحث دقیق بشه. انشاءالله این بحث ها هم خواهیم داشت. قول به شما میدم که اگر فرصت باشه دقیق در این مسائل با هم بحث و گفتگو کنیم. اما اون چه امروز برای ما اهمیت داره بلایی است که در سر امت اسلام اومد و همین بلا به طرز فجیع‌تر و شکننده‌تر و نابود کننده‌تر بر سر سالکان صراط مستقیم الهی یعنی شیعیان محمد و آل محمد، شیعیان محمد و علی و آل محمد و علی آمد. به نحوی که در قرون اخیر تمام سعی حزب شیطان بر این شد که با وسائل مختلف، با طریقه های شیطانی متفاوت شیعیان رو تضعیف کنند و سر این بدنه و کالبد و پیکر رو به خواب و چرت و ادمان و اعتیادی زمینگیر کننده بکشانه. اسلامی که در شعار بلند نامسلمانان یعلو ولا یعلا علیه تعریف میشه، الاسلام یعلو ولا یعلا علیه، اسلام که به ما آموخت بلند بگوییم هیهات من نزل الله، اسلامی که از گلوی بریده نماینده خدای اون اسلام بر زمین که خدای عالمیان است، یعنی از حنجر بریده ابا عبدالله حسین تا امروز صدای ظلم ستیزی به گوش می‌رسد. اما چه بر سر ما مسلمانان و شیعیان آمد که امروز امت اسلام به چنین وضعی گرفتار است و مخصوصا شیعیان؟ من در ابتدای بحث برای شما میخوام یک مقایسه خیلی واضح و آشکار انجام بدم بین ما شیعیان، بین خودمون و یک طایفه دینی دیگری که خواستند اونها رو تحقیر کنند، خواستند اونها رو ذلیل کنند و ببینید که اونها چه برخورد و عکس العملی با اهانت کنندگان به خودشون از خودشون بروز دادن. توجه کنید به اونچه که در کشوری مثل هند اتفاق افتاد. معبدی در هند هست به نام معبد طلایی سیکها. خب هند در دست هندوهاست، اما وقتی که همین هندوها که حاکمند در کشور هندوستان در زمان
نخست وزیری اندرو گاندی به معبد طلایی سیکا وارد شدن، در فاصله زمانی بسیار کوتاه به صورت کاملا خودجوش و برآمده از لایه‌های توده سیکا حرکتی توفنده آغاز شد که این حرکت همه شبه قاره رو به یک زلزله سیاسی و ناآرامی کشوند. کار به جایی رسید که ایندرا گاندی نخست وزیر وقت دولت هند تروب شد. در بازتاب چنین جریان، حالا بیایم این جریان معبد طلایی سیکا رو بگذاریم در یک کفه ترازوی ترازو و میزان اعتقادی و ارزشی، بیان بیرون از دایره اسلام و از دایره حتی دین، بیان بیرون به عنوان یک ناظری که هیچ تعلقی به این دین و هیچ تعلقی به هیچ دین نداره. اندیشه های سیک، طایفه مذهبی سیک در هند رو بگذارید روی کفه میزان ارزش سنجی اعتقادی و همچنین دین مبین اسلام و ارزش بلند معتقدات اسلامی رو به ضمیمه قداست جاه و عظمت مقامات شامخ ائمه خدا علیهم السلام رو بگذارید باز روی کفه ترازو و وزن. چه چیز حاصل میاد؟ دقیقا میرسیم به الاسلام یعلو ولا یعلا علیه. گرچه اون کسانی که سیک هستند، اون کسانی که هندو هستند، بوداییان، مسیحیان پیرو انجیل تحریف شده، کلیمیان پیرو تورات دست خورده، پیروان عرفان سرخپوستی اینکایی در امریکا، پیروان دیانت بکری و عمری، از هر کدام اینها بپرسیم میگن که حق با ماست و ما حقیم، ما بهترین گزینه رو برای انسان داریم، ما بهترین دین رو برای انسان پیشنهاد میکنیم. حتی اگر کتاب بت‌پرستان رو ما گاهی اوقات غافلیم، خیال میکنیم بت‌پرستی یه چیزی بوده ور افتاده، نه عزیزم، بت‌پرستی هنوز در دنیا مشتری های خودشو داره و جالبه که بدونید اینها مدعیان کتاب مقدس بت‌پرستان قدیمی ترین کتاب دینداری و دیانتداری است و من خبر موثقی که دارم، البته الان نمیدونم در چه وضعی است، اما تا چندی پیش خبر موثق داشتم که در تهران، شمیران، منطقه دروس، در طبقه منهای دوی یکی از برج هایی که در اون منطقه ساخته شده، یکی از ساختمان هایی که بلند مرتبه سازی شده در دروس، یک بت خانه، بتکده، محل پرستش و عبادتگاه بت پرستی و بت پرستان
اعداد شدیم و شاهد عینی که در این مراسم وجود داشته نقل میکرد که اتفاقا شخصیت های مهمی هم در این بتخانه حضور داشتن، افرادی که وقتی معرفیشون میکردن همه با تحصیلات عالیه بودند و ادعای علم و دانش و فرهیختگی هم داشتن. شاید قبلا براتون چیزهایی در باب این بت‌پرستان گفتم، ولی خرافاتی در کتاب این بت‌پرستان هست، در عقایدشون و در شریعتشون که بسیار واضح و آشکار است انحراف و پوسیدگی عقیده و شریعت اونها، اما پایبندند، سفت و سخت. بسیاری از گاوپرستان، بسیاری از میمون پرست ها، بسیاری از، خیلی معذرت میخوام، کسانی که آلت انسان، آلت تناسلی انسان میپرستن، وقتی از این سوال میکنی که خب جریان شما چیه با این علم و دانشی که شما بهش رسیدی، چطور قبول میکنی که چنین دینی داشته باشی؟ اینها خیلی با اعتماد به نفس در جواب میگن که قصه دین و اقبال قلبی با معادلات عقلی و درک و فهم عقلی و منطقی انسان دو چیز متفاوته. عجیبه، این حرف در بین مسیحیان هم بسیار شنیده میشه. اونها میگن که وقتی حضرت ابراهیم فرزند خودش بود، حالا این فرزند اسماعیل بوده به اعتبار ما مسلمانان، به عقیده ما مسلمانان، یا به عقیده اونها اسحاق بوده، اونجا که در کتاب اونها هم وارده کلمه جسی هست که اعتبارش اسماعیل، یعنی معنای دقیق کلمه جسی، حالا هر کسی هست، هر کسی وقتی فرزند خودش رو به قربان راه بود تا سر از تنور ببره، آیا کار او با عقل ابراهیم، کار حضرت ابراهیم با عقلش قابل سنجش بود؟ عقل میپذیرفت که این کار رو بکنه؟ نه، اعتقاد قلبی او بود، چون قلب او معتقد به خدا بود و خدا رو دوست می‌داشت و حاضر بود هر امری خدا کنه به پذیره، پس این کار رو کرد. این حرفیست که طالبه ادیان میزن، شاید بشه گفت که همشون ادیانی جز دین اسلام، چون این دین عند الله اسلام. این حرفی هم که الان رایج شده که آقا همه اونچه که به اسم دین هست یکیه، یک مبدع داره، یک مبنا داره، نه دیانت های غیر آسمانی، دیانت های ساخته و بافته بشری، دست بشر و با حمایت شیطان و پشتیبانی ادبی شیطان، بلکه این شرعه های مختلف دین اسلام که پایش اسلام است و تسلیم در مقابل امر خدا. اما باز اینجا نکته دقیقی باید گفته بشه که شرعه هایی رو میتونیم اسلام بدونیم، که این شرعه ها و این منهاج ها
دست نخورده باشن، درشون بدعت و خرافه وارد نشده باشن. ولذا نمیتونیم اونچه را که عاتبه مسیحیان امروز بهش پایبند هستند رو اسلام معرفی، چیزی از اسلام با خودشون دارن، چیزی با دین خدا در خودشون دارن، چه در ظواهر عمل و چه در باطن اعتقادشون و چه در اخلاق و شیوه سلوک دنیایشون، سلوک اخلاقی در دنیاشون، همچنین در خود دین و منهاج و شریعت محمدی که مشهور به اسلام هست. در اسلام طائفه های مختلف دینی هر کدام یک چیزی از اسلام رو دارن، اما اون اسلامی که دست نخورده باقی مونده و اون اسلامی که حفظ شده که و انا له لحافظون، اون همانا دین پاک محمد است و آل محمد، اون هم چیزی نیست که با چیزی نیست این موضوع که با ادعا و شعار صرفا تحقق پیدا کنه. باید ببینیم نتیجه عملی اون چه به عنوان اسلام معرفی میشه چیست. اگر جایی دم از اسلام زده شد اما امت اون اسلام به ذلت و خاری افتادن، قطعا این اسلام نیست، چیزی با اسلام قاطی شده و یا اینکه چیزی از این اسلام کم شده. خب اگر یک سبک سنگین کنیم از خارج اسلام و از خارج دین بسنجیم، یا بیان کلام عالمان و فرهیختگان و دانشمندان رو درباره اسلام و عظما و بزرگان اسلام بررسی و ببینیم آیا مثلا درباره سیک ها دانشمندان چه گفتهن، دانشمندانی که بی‌طرف هستند، همون دانشمندانی که درباره امیرالمومنین علی علیه السلام و حکمت های او مطالب بسیار ارزشمندی رو، همون دانشمندانی که درباره امام حسین و آزادی و آزادمردی او کلمات ارزشمندی نوشتن، آیا اینها در مورد مثلا دیانت سیک چیزی گفتن برای این دیانت و این روش زندگی بشری حرفی در تمجید و تأییدش زدن؟ اون وقت اینجاست که در این مقایسه و در این موازنه باید که سرمون رو پایین بندازیم و از بابت اون چه که به مقدسات این اسلام و حقیقت اون، یعنی تشیع محمدی عربی فاطمی امامی صورت گرفته و ما در قبال اون سکوت کردیم، خجالت بکشیم و عرق شرم در جبین ما بنشیم. فقط بدیع نیست داستان ما، فقط بدیع نیست که بدیع زخم بزرگی بر کبد آبروی ماست، بر جگر آبرو و احساس و عاطفه ماست. چند سال پیش قبر جد رسول خدا رو هم در غزة الهاشم در شهر غزه فلسطین خراب کرد. اینجا سوال
گاهی اوقات از ما میکنن چرا اینقدر شما روی عبور حساسی؟ واقعا جواب ما با یک سوال مطرح میشه که چرا دشمنان و مخالفان اسلام اینقدر عبور حساسی؟ همه انسان ها عبور بزرگان خودشون رو مرمت میکنن. در جلسه گذشته گفتیم این رو اشاره کردیم که انسان وقتی هر کسی رو دوست داره از دنیا که میره به قبر او اهتمام می‌ورزه، حالا چه در دوران حیات اون شخص اهتمام به اون شخص داشته و یا نداشته، کاری هم نداره این فرد که اسم این حرکت او رو مرد پرستی بگذارن که عرض کردیم در جلسه گذشته. این کلمه مرد پرستی شبیه کلمه مرد خوریه، این کلمه کاملا عامیانه برآمده از نفهمی و بیسوادی و بیمنطقی است. حتی ممکنه یک انسان قبر حیوانی رو که دوست داشته بهش اهتمام ببرزه، اما در خصوص انسان فرق میکنه، اون هم اولیا. من خودم این احساس رو داشتم هر وقت که به زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی در ری مشرف میشدم، از این مسیری میرفتم که قبر مرحوم نیرزاده رحمت الله علیه در مسیر من باشه. قبل از ورود به حرم سر قبر این معلم صبور و زحمتکش ما که به ما الف با آموخت توقف میکردم و برای او قرائت فاتحه میکردم و دلیلی نداشت جز اینکه او رو دوست داشت. ممکنه هر انسان قبر استاد خودش، پدر خودش، کسی که حقی به گردن او داشته احترام کنه. لزومی هم نداره انسان حتما مسلمان باشه، حتما شیعه باشه، یا حتما شرقی باشه. نه، ممکن یه انسان غربی، یه انسانی که مسلمان هم نیست، ممکن اصلا مسیحی هم نباشه، ممکن اصلا دیندار هم نباشه، ولی به طبیعت امر انسان بزرگان خودش رو احترام میکنه، چون بزرگی خودش در قید حیات باشه و چه مرده باشه. اما سوال اینجاست، این سوال رو نباید از کسی بکنید که قبر اموات رو احترام میکنه و اعزاز میکنه، چرا که این طبیعت حال همه انسان است. سوال ما اینه، اونهایی که با قبور مشکل دارن مشکل میشه، تنها بهانه‌ای که دارن میگن که احترام و اعزاز نسبت به قبور ممکنه که منتهی بشه به پرستش قبرها و صاحبان. دلایل مختلفی میارن، بهانه‌های مختلفی میارن، اما هیچ کدوم دلیل بر این نمیشه و حجتی شرعی بر این نمیشه که قبور تخریب بشه. اما اینها قبور رو تخریب میده، اما نه همه قبور. توجه داشته باشید، مثلا در زمان ما تمام سعیشون ادعی بر این بود که قبر حضرت فاطمه رقیه رو در شهر شام تخریب کنه. حالا ریشه های سیاسی این قضیه چی هست، ریشه های اعتقادی چیه، دو بحث بسیار مجزا و سر جای خودش باید بحث شد. اما همین کسانی که با تمام قوا قصد داشتن قبر مطهر حضرت رقیه رو تخریب کنن، اینها به هیچ وجه توجه نداشتن که در چند صد متری همین قبر قبر دیگری هست منصوب به صلاح الدین ایوبی، یا قبری هست منصوب به یک به اصطلاح عارفه مسلمان به نام رابعه ادریه. با اون قبرها کاری نداشتن. البته اینجا باید این تذکر رو بگم،
اون کسانی هم که پشت این قبرها قایم شده بودند برای بالا نگه داشتن پرچم های احزاب خودشون و سیاست های خودشون در خاورمیانه، اونها هم کارشون کار شیطنت آمیزی بود. ولی حتی قبل از اینکه این حضرات پشت این قبرها به عنوان سنگر سیاسی خودشون قایم بشن، اون حضرات خیلی مایل نبودن این قبرها احترام بشه و اکرام بشه و توسعه داده بشه. و مثال بارزش رو هم در تخریب مرقد مطهر حضرت امام عسکری علیه السلام و امام هادی علیه السلام دیدیم در سامقا. بعد از اون حادثه اعلام کردن رسماً که ما از پای نمیشینیم تا قبر علی بن موسی رضا رو هم در مشهد به همین وضع خراب کنیم. مشکل اینها با قبر چیه؟ با انسان‌ها چیه؟ با این احترامی که به انسان‌های بزرگ گذاشته میشه چیه؟ اونها مشکل با انسان‌های بزرگ ندارن، چون که خیلی انسان‌های بزرگ دیگه هم هستن در دنیا که اینها قبر دارن. اصل مشکل با بزرگ بودن انسان ها نیست، بلکه با عقیده است و باوری است که پشت این انسان هاست. عقیده های سلیم، عقیده های ناب و پاک. خب اینجا خیلی بحث سخت میشه، چون گاهی اوقات میشه که دو جریان ظالم با هم درگیر میشن و سنگری رو یکی از این دو ظالم برای خودش اتخاذ میکنه که اون سنگر محل قداست و احترام. این یه بحث دیگه است، وضعی که الان در سوریه پیش اومده که معتقدیم هر دو جهت ظالم، هم جهت نمیدونم حزب الله و جمهوری اسلامی و بشار اسد خاک بر سر و هم اون جهت مقابل، هر دو پیاده از مرتبه حق. اما اون روز که بقیع رو خراب کردن، اون روز که سامراء رو خراب کردن، اون روز که قبر مطهر جد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو در شهر قصه خراب کردن، مگر که کسی با مطامع سیاسی پشت این سنگرها خوابیده بود؟ نه، اینطور نه. بقیع برای همه مسلمانان محل احترام بود و هست و امروز روز هست. حتی خود پیروان دیانت زاله و منحرف خبیثه وهابیت هم اینها احادیثی رو از کتابهای مسلمانان و از پیامبر مسلمانان یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنند. بنابر این احادیث اهمیت زیارت قبور شهداء احد در بقیع، شهدایی که مجروح شدن در احد و در مدینه به شهادت رسیدن و در بقیع دفن شدن، واضح و آشکار. در حدود 100 سال، 100 و اندی سال پیش وقتی که بقیع تخریب شد تا امروز، چرا هیچ حرکت جهادی و هیچ قیام فرهنگی حتی برای کوتاه کردن دست قاصبان حرمین شریفین در حجاز جزیره العرب، کسانی که نام خانوادگی خودشون رو تحمیل کردن به کشور، مردم این کشور، آیا همه مردم حجاز اینها از خانواده سعودی هستن؟ اما اینها نام خودشون رو تحمیل کردن.
به عقیده خودشون رو تحمیل کردن، به قوانین خودشون رو تحمیل کردن. مشکل اینها فقط شیعه نبود، که شیعه اصل مشکلات اینها و در رأس مشکلات اینها بوده و هست. اون هم حقیقت شیعه، شیعه حق و الا شیعه منحرفی که صرفاً معارف شیعه رو وسیله کرده و سنگر کرده برای قائل کردن، قائل شدن پشت اون به جهت اینکه جبهه سیاسی رو در واقع ایجاد کنه، خیلی با این تشیع مشکل نداره. در خیلی از به اصطلاح برهه‌های زمانی هم با این شیعه بالاخره آشتی کردن، دو سری میز نشستن، اما به هیچ وجه حاضر نیستم در قبال تشیع حقیقی، همون حقیقت اسلامی، اینها راه بیفتند. بله، من این رو خاطرم هست که آقای شیخ صالح جدعان که از مشایخ شیعیان هست مدینه، اونجا حسینیه دارن و اقام جماعت دارن، ایران اومده بودن برای من تعریف میکردن از قول شوهر عمه خودشون که در سن 97-98 سالگی حدود 10-12 سال پیش ایشون از دنیا رفت. از قول این شوهر عمه مرحوم خودشون، ایشون خاطرات اون سالهایی که بقیع رو خراب کردن و در مکه قبرستان حضرت ابو طالب رو خراب کردن رو برای من تعریف کرد. من به یک واسطه اخباری که در 100 سال پیش اتفاق افتاده رو دارم برای شما نقل میکنم. اینها نه تنها اومدن و به زور حاکم شدن بر جزیره العرب، جزیره محمدی، جزیره الاسلام، حجاز اسلامی، بلکه شروع کردن به مقدسات مسلمانان حکم کردن. نه فقط مقدساتشون، بقیه برای همه مسلمانان مقدس، قبرستان ابی طالب برای همه مسلمانان مقدس بوده و هست، محترم بوده و هست. تمام مکانها و مشاهدی که یادآور خاطرات تاریخی عزت‌آور برای امت اسلام بوده رو خراب کرد. مسجد رد الشمس رو که معجزه بی‌مثال محمد مصطفی و علی مرتضی علیه السلام در اونجا واقع شده رو خراب کرد و مساجد سبعه رو تبدیل به یک مسجد کردن، چرا که می دیدن بخش اعظمی از مسلمانان در بعضی از اون مساجد سبعه نماز نمی خونن. هیچ شیعه به خودش این اجازه رو نمی ده که در مسجد عمر، در مسجد ابوبکر، در مسجد عثمان، در این مسجد نماز بخونه. اما همیشه مسجد علی و مسجد سلمان شروع ازدحام. این موضوع حزب شیطان رو و دیانت وهابیت که دیانت کاملا شیطانیه با داریه و قشر ظاهری اسلام رو آشفته میکرد و هنوز هم میکرد. نماز خوندن ما، عبادت ما، صحیفه سجادی ما، کتاب مفاتیح جنان ما، اینها رو عصبانی میکنه. فکر نکنید مفاتیح جنان ما به خاطر لعن و دشنامی که به دشمنان محمد آل محمد، نه، چون کتاب مفاتیح جنان، چون صحیفه سجادیه، اینها مدرسه خداپرستی است و اینها اساس کارشون حرکت به طرف شیطان و دوری از حقیقت پرستش خداست. ازا عصبانی میشن، آشفته میشن. مفاتیح جنان درش لعن و
نفرین دشمنان محمد و آل محمد با سعید سجادی چه مشکل داره؟ این که همش دعاست. با آنگه علی ابن حسین زین العابدین نزد همه مسلمان ها محترم. خب خراب کردن با تمام جرأت و تمام بیشرمی و جسارت عبور ائمه خدا علیهم السلام و مادر امیرالمؤمنین فاطمه بنت اسد و بسیار دیگر از شخصیت های ارزشمند که در قبرستان بقیع بود، مثل قبر مطهر زوجه امیرالمؤمنین بیبی فاطمه ام البنین سلام الله علیها، رو خراب کرد. عبور دختران پیغمبر و شهدای بقیع رو خراب کرد. قبر عثمان بن مسعود صحابی با وفای رسول خدا و امیرالمؤمنین رو خراب کرد و امت ذلیل اسلام و در ضمن اون شیعیان سست و ضعیف و ذلیل به خاطر داشتن عالمانی بی عرضه و حاکمانی بی لیاقت و وابسته و جیره‌خوار و بله قربانگو نسبت به اربابان استعمارگر خودشون نه تنها هیچ قدمی برای بازگرداندن آبروی اسلام و قداست و حرمت مقدسات اسلام برنداشتن، بلکه بعضی ها به کف مرتبان برای این بوزینه های بالا رفته بر منبر پیغمبر که مشغول رقصیدن بر منبر رسول خدا بودن هم داشت، کف زدند و سود زدند و تبریک گفتند و تشویق. همین اندازه که در حد که حرمت ظاهری مقدسات من در خصوص حرمت‌های باطنی و معنوی مقدسات نیز کوتاهی کردگلانی کنید و این کوتاهی کردنها معنا و تفسیری ندارد الا پذیرش ذلت. این ذلت پذیری می‌طلبد که سرهای من را از خجالت فرو اندازیم، چرا که تاریخ امتی را سراغ ندارد که به اندازه‌ای که حرمت‌های ما شکسته شده است، حرمت آنان شکسته شده باشد. ببخشید که کمی لحن من تند و تیزه امروز. هرچی هست به هر حال بیان واقعیات و خب واقعیات بسیار تلخ. بله. تازه نه تنها در قبال اعاده و بازگشت حرمت مقدسات من کوتاهی کردیم، بلکه در خصوص آنچه این وضع را مستدام می نماید نیز با آغوش باز استقبال نمود. البته این شرایط عمدتا نتیجه کوتاهی سازمان و نهاد رهبری و قیادت شیعه و اسلام، اما توقع از شیعه است. توقع اینجا از شیعه هستش عزیزان، گرچه از همه مسلمانان توقع هست و همه مسلمانان از این قضایات درد کشیدن در این ایام و تا امروز روز. یه مطلبی در پرانتز بگم، از هتل ما در مکه تاکسی گرفتیم، ما رو برسونه به کوه جبل نور. درستی تو این کوه جبل نور، ما رو برسونه به جبل نور، یعنی کوه نور، همون کوهی که قار حرا در اون بود. وقتی سوار شدیم، من بودم با این که دوستانمون سادات محترم بود، صحبت کردیم یواش یواش بین ما و راننده
و ایشون هم راننده وقتی فهمید که ما ایرانی هستیم خب ما منحبس بودیم اعتمال به ما عربی بشیم و عربی هم متوجه میشیم خیلی زود دل شکسته خودش رو برای ما باز کرد. معلوم شد که این فرد یک روحانی و یک مهم به اصطلاح شیخ تحصیل کرده از به اصطلاح مذهب مالکی است و گفت که نه ما و نه هیچ شافعی و نه هیچ حنفی و هیچ کس دیگری حق نداره اینجا تبلیغ دینی بکنه. اینجا فقط باید افراد به اصطلاح سلفی باشن تا به اونها اجازه تأسیس مسجد و محراب و منبر و تبلیغ رو بدن. و اما شما شیعیان رو اینها صرفا به عنوان توریست های مذهبی میدونید، توریست های مایل به اسلام میدونن. این شیعیان میان اینجا بیان تا کلام حق رو بشنن، اساسا روی شما یک خط قرمز میزنن، میگن نه اساسا خب مسلمون نیستن، ولی بیان، بلکه آمدنشون موجب بشه از اسلام چیزی بفهم. خیلی درگیر با ما و گفت که بارها مکررن افراد حاضر شدن که هزینه کنن این کوه نور رو پله برقی بذارن و گلکاری کنن، زینت کنن، تبدیل کنن به یک جایگاه بسیار زیبا و خوش آب و هوا، حتی درخت بکارن و همین کوه سنگی جایی درست کنن که بشه درخت کاش. ولی دولت موافقت نکرد چون نمیخوان جایی که رفت پای رسول اصطلاح آبار میشه. و تمام حرفشون و بهانه‌شون اینه که باید فقط پرچم خدا باشه، تا پرچم خدا باید دست کی بالا باشه؟ دست دشمنان، دست ابوبکر و عمر، لعنت الله، لعنت خدا بر خودشون، دخترهای فاسد و منحرف و خائنشون و پیروانشون، کسانی که آگاهانه هنوز سنگ این مفهوم و حزب منافقانه اون. بله، این آقایی که خیلی با ما دوست شد، این اصطلاح شیخ مالکی مذهب، گفت که توقع ما این بود که شیعیان بعد از تأسیس حکومت در ایران حق ما مسلمانان رو و حق خودشون رو از سعودی ها بگیرن، حق سعودی ها رو و بدون حق اونها رو تک دستشون بزنن. و اشاره کرد به این که خیلی از بزرگان ما بیش از 80-90 سال، 100 سال، این زمانی که تازه یاغی ها و وحشی های آل سعود و وضعیت العرب در امور قرای اسلام در مرکز بین الملل انسانی و اسلامی یعنی مکه و مدینه حاکم شدن، خیلی ها مانا پیچیدن، خیلی ها بی احترامی دیدن، خیلی ها توهین دیدن، حتی از کسانی که شیعه نبودن، به اصطلاح معروف سنی مذهب بودن، سنی مسلک بودن، خب مردم به علت محبتی که داشتن مثل به رسول خدا میرفتن در مسجد نزدیک مقعد مطهر رسول خدا می ایستادن، گریه می کردن، پیغمبر درد دل می کردن، خیلی با تندی با اینها برخورد و رفتار می شده. هنوز هم می کنید این شیخ مالکی می گفت که توقع ما مسلمان ها اینه که وقتی شیعیان بر به اصطلاح جایی مثل ایران سیطره پیدا کردن و دولت درست کردن، دولت تأسیس کردن، بلندشن بیان و شر آل سعود رو از سر ما مسلمان ها بکن.
اما شیعان چون کاری رو نکردن و ما امیدمون ناامید شد. ما با توجه به اون چی که از شیعان میدونستیم در غیرت دینشون این توقع رو از شیعان داشتیم. خیلی این حرفایی که شیخ مالکی میزد و تای صداش یک عقده و دردی بود، بغض اشکالو بود روی من و این دوست ما مثل وقتی پیاده شدیم او رو گرفتیم بریم بالا خود برسیم به جبل نور، برسیم به غار حرا در جبل نور با هم یواش یواش وقتی عادت کردیم به کوه وقتی محکم به اصطلاح رحمتی بالا رفتیم نفسمون چاق شد مقدار استراحتی کردیم به این دوستمون گفتیم واقعا حالا ما حقیقتاً اون انسانی هستیم که مسلمانان امید به ما بسته بودن توقع از ما داشتن، حتی این مخالفین ما که ما میتونم بیم اینها توقع داشتن شیعیان کار داریم ما چی کار کنیم، رهبران ما چه کرد، چه میکنیم، چی میخوام بله. البته این شرایط عمدتاً نتیجه کوتاهی سازمان رهبری و قیادت شیعه از علما و سیاسیون است. پیشگامان، این که میگم علما نه فقط منظورم امام به صفحه باشه. خود نگید حالا داره در مورد مراجع، نه فقط مراجع. همه دانشمند، فرهیختگان، پژوهشگران، تمام اون کسایی که میتونن قلم دست بگیرن و بنویسن و تحقیق کنن بررسی کنیم که چه اتفاقی افتاد صد سال پیش. لورنس ملعون چه کرد؟ سیاست استعمار چه کار کرد؟ برنامه صد ساله ریختن چقدر قشنگ در صدومین سال در قرن یک قرن بعد از وقوع چنین حادثه‌ای چقدر قشنگ تونستن نتیجه بگیرن. طالبان تنظیم قاعده نیست دارش بحرین جنگ سیاسی یمن اوضاع ایران چقدر قشنگ تونستن نتیجه بگیرن. در صورتی که اگر مکه و مدینه برای مسلمان ها واقعی به همایش هر ساله ی حجه با هدف من عمل کرد و به جای اینکه در منابر قرار داده شده در مکه و مدینه احادیث وضع شده و جعل شده عایشه و شیخین مرحوم و مالک ابن انس و ابو هریره و کعب الاحبار در این صد سال می گفتن اگر همون مسیری که داشتن علمای شیعه و رافضیان ابرار پیش می رفتن برای ریشه‌کن کردن باورهای غلط مسلمان ها مخصوصا در این علما همون مسیری که سید عبدالحسین شرف الدین و شیخ عبدالحسین امینی دو عالم ایرانی و لبنانی برای بالا بردن پرچم ولایت امیرالمومنین و پایین بردن پرچم ولایت شیطان متجلی در خلافت قاصدانه ابوبکر عمر و عثمان و فاحشه‌گری و رقاصدی عایشه حفصی اون نقشی که داشتن ایفا میکردن اگر ادامه پیدا میکرد من امروز بهتون قول میدم اگر سرطانی نیست آل سعود در تمام بلاد اسلام و حتی غیر اسلام منتشر نشده بود الان به یقین الازهر مصر
و حوضه نجف و حوضه قم و مشهد و خوزستان و جبلخانه از وضع دیگه ای نپرده. در روز شهادت امام کاظم، امام رافضیان در مراسم تشییع نمادین تابوت امام کاظم علیه السلام، شیخ امیر قریشی عزیز رو دستگیر نمی کرد. وقت دستگیر کردن نجف سکوت نمی کرد، قم سکوت نمی کرد. وقتی شیخ حسن شهاده در نیمه شعبان مظلومانه شهید شد، آروم نمیشست دانشمند و سیاسی و یه عده‌ای گال دهنی نمیکرد خون شیخ حسن رو، عهده کانال فلک و شیخ ناصر حبیب به کجا رسید؟ چرا به اینجا رسید؟ برنامه 100 ساله استعمار برای بشکن کردن حقیقت اسلام و تشیع و باقی گذاردن یک دیفه متعفن به اسم اسلام همچیز نیز در عراق هست. داعش بله پیشگامان یا داتی تلاش نه تنها برای بازسازی بقی نمی کنند، بلکه معتقدند که چنین امری جزء اولویت های مسائل امت اسلام نیست و در ضمن این که چنین امر مهمی را اولویت برایش قائل نیستند، تازه تشویق به مطرح نکردن این موضوع و عدم اهتمام به این امر در محافل عمومی می نماید. خاطرم هست که اولین سالهایی که دوباره هشتم ذی‌الحجه در مجددن بحث تخلیل بقی روز جهانی بقی مطرح شده بود، خیلی ها میپرسیدن که آقا چه لزومی داره؟ برای چی؟ شما نکنید میخواید که این روز جهانی بقی رو در مقابل روز جهانی قدس قرار بدید؟ خودنی فکر رو ببینید، خودنی فکر رو ببینید. خبر ندارم و نمیدونم که اگر مقدسات اسلام در بقی احیا بشه و اگر دست قاسبان حرم کوتاه بشه، اون وقت اون کسی که دست این قاسبان همون صاحب دست هست، همه ما به فدای اون صاحب دست، او خواهد بود. دست قاسبان قدس هم از قدس کوتاه و دست قاسبان همه بلاد اسلام بود و همه سرزمین هایی که انسان ها می خوان در این سرزمین ها آزادانه بندگی خدا می کنند، از به اصطلاح پس به اون سرزمین ها کنند. تازه تشویق به مطرح نکردن این موضوع اهتمام به این امر در محافل عمومی هم می شود. حال وقتی از این سازمان قیادی و رهبری شیعه سوال می شود خب چرا می بایست نسبت به بازگشت حرمت مقدسات در بقیع و نه تنها در بقیع که در مثل غزوة الهاشم و خیلی جاهای دیگه نباید کاری کرد؟ چرا نباید کاری کرد و چرا نباید برای بازسازی این مناقب شریف تلاش نمود؟ در جواب چی میگن؟ میگن که به جای چنین کاری و چنین تلاشی در صدد
وحدت و یک پارچگی امت اسلام باشیم، وحدتی که همزیستی مسلمان آمیز را بین مسلمانان در بر دارد. چقدر این 50 سال سنگ وحدت به سینه زدن شماها خوب جواب داد. تا در جمعی قرار میشد صحبت از حق علی و قصد عمر مطرح بشه، صحبت از فدک فاطمی و رزالت و خباست و نجاست رفتاری ابوبکر زندیق مطرح بشه، توی دی مثل خاکنداز خودشون رو وسط میداختن که آه بحث نکنید، بحث نکنید، این بحثا فتنه انگیزه، این بحثا چالش برانگیزه و این قهر در دل شیعیان باقی مون، این قصب علنی تبدیل شد به یک قصب اعتقاداتی، اعتقادات ما هم به یک ما هم. و حالا که میخوان همونطور که سرزمین ها رو به قصب گرفتن به باید با خون پس گرفت، حالا که میخوان اعتقادات رو هم برگردونیم باید با شاید خون برگردونیم. چنان جست وحدت و زندگی مصادرات آمیز میگرفتند و میگیرند که اصلا انگار ننگار حمایت های بیدریق همین آقایان مدعی وحدت بوده که امروز این بلاها رو به سر امت اسلام، سلاحهایی که یک روز به دست حماس داده شد و امروز داره در جبهه النصره علیه شیعه مصرف میشه، و وقتی بعضی از تروریست های جبهه النصره کشته میشن، کلاشنکوفی که دستشون هست رو وقتی که بررسی میکنن روش نوشته ساخت اداره مهمات سازی، ساخت کارخانه مهمات سازی جمهوری اسلامی ایران. انشاءالله که مبارکه. جدا به آقای سید حسن نصرالله و اربابش اون به اصطلاح خامنه شاه چلاق دست تبریک و تهنیت بابت این وحدتی که بین صفوف اسلام اینجا. اما اگر به جای اینکه از دست فلسطینی ها سنگ رو گرفتیم و سلاح دادیم، سنگ رو می گرفتیم و قلم می دادیم، اگر به جای اینکه فریاد صوره صوره حتی نس اونها رو به یک الله اکبر بی محتوا تبدیل کردیم، تبدیل می کردیم به لبیک یا رسول الله، یا رسول الله، یا لبیک یا حسین، در کنار الله اکبر، اون الله اکبری رو به اونها یاد میدادیم که رزمندگان زیر پرچم حضرت سید شهدا در روز عاشورا اون الله اکبر رو بلند میشه، الله اکبرشون رو شبیه الله اکبرهای آبسه بود شبیه میشه، شبیه الله اکبرهای قمر منیر بنی هاشم عبد فضل العباس میکردیم. وقت بود که گریه های کودکان اونها هم مثل گریه های کودکان علی عبدالله دل هر آزاده ای رو میلرزید. وقتی لازم نبود سیرک روز قدس برپا بشه، اون وقت هر روز روز قدس، اون وقت هر روز روز دادخواهی مظلومیت مردم فلسطین. اما جریان جریان مظلومیت مردم فلسطین نبود، جریان جریان یک توازن سیاسی در منطقه خاورمیانه. اگر ما همین الان هم تصمیم بگیریم، همین الان، همین شماهایی که تا آخرین ماه رمضان، تا آخرین روز قدس بلند شدید رفتید و خیال کردید با الموت به اسرائیل و مرگ بر اسرائیل و دانوید اسرائیل گفتنتون دارید به مردم فلسطین کمک میکنید، و از اون طرف کلیپ های ضد
طائفه‌گری و جنگ‌های مذهبی رو به همه ساخته و پرداخته وزارت شوم و جو سیرت اطلاعات ایران هست رو توضیح کردید به واسطاتون. همین شما اگر الان بفهمید چه ظلمی کردید همین مردم رو بیچاره کردید، مردم فلسطینی که وقتی من در اردوگاه های اونها در اردن وارد می شدن با کمال احتیاط با من صحبت می کردن و وقتی مطمئن می شدن که من از درد اونها خبر دارم خودم می گفتن که این جوری مردم ایران و مسئولین ایران بگید که دست از سر ما بردارن، اما ما می گیم که ما دستی جز دست محبت به سر شما نداریم، ما نمی خوام شما همیشه در جنگ و نکبت و درگیری باشید. اون رو میدونیم که مقاومت شما اگر یک مقاومت علوی و فاطمی باشه، اگر شما بیایید به دامان فرهنگ اسلام حقیقی، وقت حتی اگر دشمنی مثل اسرائیل هم شما رو اذیت کنه، اما شما استقامت میکنید بدون اینکه احساس تهی بودن کنید. حرفشون اینه، وقتی میگیم خب چرا نباید در باره بقیع حرف بزنیم، یعنی که بیایید برای وحدت اسلام، انگار که وحدت اسلامی تحقق پیدا نمی کنه الا به اینکه مقدسات ما لگد مال بشه، اما در قبال این اهانت در لگد مال کردن مقدسات سکوت اختیار کنه، فقط اینطور که وحدت حاصل میشه و دیدیم چه وحدتی هم حاصل شده، الحمدلله چقدر ارزشمند بود. اما به جای اینکه اینها بیان بررسی کنن کوتاهی های 50 ساله اخیر، کوتاهی هایی که بعد از وفات شخصیتی مثل مرحوم آقای جدی و بعد از رحلت علمایی چون شیخ عبدالحسین شرف سید عبدالحسین شرف الدین و شیخ عبدالحسین امینی، عالمانی که پیشگام در مباحث استفساری بودن و پیشگام در بیداری مسلمانان بودن و خروج مسلمانان از خرافه های دیانت بکری و عمری و در واقع میخواستن وحدت حقیقی رو بین مسلمان ها ایجاد کنن، همه مسلمانان رو یک عقیده کنند و نه یک شعار، که وحدت سیاسی بر این هست که مسلمانان همه صرفا یک شعار باشند و هم یک جور شعار دید حالا با هر عقیده که هستن، اما منهاج براعت و بزرگان منهاج براعت چون شیخ عبدالحسین امینی قصدشون بر این بود که مسلمانان هم عقیده بشن، یعنی اون چه عقیده باطل در بین اونها هست، عقیده های تلمودی، یهودی، عقیده های ابن تیمیهی، عقیده های محمد ابن عبدالوهابی، عقیده های خمینیستی، عقیده های بابیگری، عقیده های شیخیگری و زیدیگری و واقفیهی، تمام عقاید انحرافی، تمام اون 72 فرقه‌ای که جنگشون جنگ ندیدن حق بود، اما فرقه ناجیه فرقه است که با هیچ کس جنگ نداره، با خودش جنگ نداره، با همه در حالت صلح و دوستی است و اگر هم حمله ای میکنه خطاب داغی هم داره به معتقد است و نه معتقد، و قصد فرقه ناجیه برای این است که همه سر صفحه عقیده حقه محمد آل محمد بشینند و از زلال قرآن به افتر استفاده. بعد از آن که این بزرگان روی در حجاب خاک کشیدن، دستهای مرموزی از بظاهر شیعیان و با ریشه های کاملا استبدادی و
استعماری در دست های پلید اخوان مسلمین قرار بود و پرچم وحدتی مزور برای اسلامی تزویر شده و منحرف بالا رفت. این وحدت می‌طلبه که ما در مورد بقیع و حرمتی که از اون شکسته شد حرفی نزنیم. این وحدت می‌طلبه که ما گذشتگان بر فراز قله‌های عزت نشستمون رو فراموش کنیم و شله منافقینی که خود در حضیض ذلت نفاق بودند و امت اسلام رو به سیاه چاله نفاق کشیدند رو به بزرگی نمیم. امتی که خواهر قرآن براش صحیح بخاری است، صحیحی که صاحب اون محمد ابن اسماعیل می‌نویسه از میان 300 هزار حدیث این مقدار حدیث رو برگزیدن و بقیه اون حدیث رو برگزیدن. کجاست بقیه اون حدیث؟ چرا بقیه اون حدیث ذکر نشد؟ کجاست؟ بخش اعظم اون احادیث احادیثی بود که راویان اون احادیث متمایل به علی بن ابی طالب شیعه بودن، لذا احادیث اونها که میرسید به رسول خدا ذکر نشد. اما سراسر کتاب بخاری و مسلم پر است از خرافات عمیره خانوم و ابو هریره، این مردک یهودی گرده باز لعنت خدا بکنه تاریخش و کعب الاحبار و مالک ابن انس، دروغ گویانی که کارشون دروغ بستن به رسول. بله، چنین وحدتی که برآمده از همدستی شیعه نمایان دروغگو و کذاب فروخته به استعمار بود و اخوان المسلمین ملعون مسلم شده، این وحدت با بلند شدن فریاد دادخواهی برای عزت مسلمین به خطر بود. البته کیست که نمیداند چنین ادعایی در مقابل چنان دعوتی، یعنی ادعای تحقق وحدت اسلامی با ابراز ذلت در مقابل دعوت به قیام و نهضت فرهنگی و حتی حرکت جهادی برای بازگشت حرمت مقدسات، کیست که نمیداند چنان ادعایی با انگیزه های مادی و دنیایی قرین نیست. طبیعی است که چنین صداهایی به اسم وحدت و به طمع دنیا به گوش برسد و طبیعی است صاحبان چنین صداهایی هر گونه دعوتی به نهضت فرهنگی و قیام متمدنانه و مترقیانه علیه حق حرمت مقدسات و تلاش برای بازیافت قداست و حرمت مقدسات را متهم به انتصاب به نظام سلطه و قدرت‌های استکباری و استعمالی نمارد. طبیعیه. آماده این ما. آماده بودید به هستی که امامه های ما رو انگلیسی کنن، آمریکایی کنن. باید این اتفاق ها. این فرافکنی ها خیلی طبیعیه. اما آنچه غیر طبیعی است سکوت مرگبار توده مردم و جمهور امت اسلام در قبال چنین صداهای شاز و نشاز و خلاف جریان صحیح صراط مستقیم. مردمی که میدونن چه بلایی به سرشون میاد، انسانهایی که میدونن نسلی که این 36 سال دو و
15 سال قبلش رو کم و زیاد بالاخره حالا افرادی مثل ما که از این 50 سال 42 سالش رو از این 52 سال 43 سالش رو دید و چشید و فهمید، افرادی که با 15 سال 20 سال 30 سال تفاوت بالاخره بخشی از این 50 سال بود تجربه کردن، خیلی ازشون تغییره به سکوت در حالی که میدونن چه اتفاقی افتاده و چه باید بکنن و چه اتفاقات بعدی میدونن. منطقه یکی از اون سیاست هایی که پیش گرفته شد برای هدف معین سیاست بی‌همت کردن و بی‌غیرت کردن غیرتمندترین خلق خدا میشه الان یک سیاست شیطان بزا اسباب تعجب و شگفتی است این چنین رفتاری از چنین امتی که جز شکست و نکبت و ذلت چیزی در پی این رفتار نیست. این چنین رفتار از چنین امتی جای تعجب فلزا اون شیخ مالکی گفت ما توقع دیگه از شیعیان داشت، ما گمان کردیم که اگر شیعیان تشکیل حکومت بدن در عرض کمتر از یک سال سفره این نوکران حلقه به گوش سگان قلاده به گردن استعمار رو برمیچین. غافل از اینکه این عزیز مالک مذهب نمیدونست اون کسانی که در بلاد ما پرچم حکومت اسلام و تشیع رو بلند کردن که البته به صراحت آقای خامنه‌ای شاه سلاح دست اعلام کرده بود که ما دستمون و نیتمون عزت اسلام بود و نشید که اسلام چیزی است و شیعه چیزی است. من در عقیده اینها عرض کردم شیعه مذهبی از مذاهب اسلام و مذهب حقه هم نمیتونید شده چون اگر بودی مذهب حقه به دیگران بی احترام میشه. بله اسباب شگفتی است ولی باید به این دوست مالکی و همه امثال این دوست شیخ مالکی مذهب ما باید بگیم که اگر نشستی که جمهوری اسلامی برات کاری بکنه و یا شیعیان منصوب جمهوری اسلامی برات کاری بکنن یار میگوی و پشت سر میخوان به همین قول معروف ما تهرونی ها بخور آش به همین قیاد باش. اینها تمام سعیشون برای اینه که خلاصه این کرسی و صندلی زعامتشون و رهبریشون و این درجه های سرداری و پاسداریشون رو وقتی بکن نخواهد. جالب است به این نکته جالب است که بدانید یکی از حجت های شرعی این نکته رو خودش که در بحث تأسیس حکومت اسلامی با حکومت اسلامی با عنوان ولی فقیه یعنی با ریاست ولی فقیه اصطلاحی ریاست ولی فقیه اصطلاح سیاسی که الان رایج در ایران مطرح می شده در خصوص عبارت حافظ اندرینه اگر از فقیهان کسی بود که سائنند نفس حافظ اندرینه مخالفن لهوا مخیعن لامر مولا در خصوص کلمه حافظ اندرینه بوده این حجت شرعی که از این ره گذر این بیان مطرح می شده که حافظ اندرینه فقط به معنای حفظ دین شخص خود فقیه نیست. من خاطرم هست که حتی در سالهای اخیر هم که سیرک نماز جمعه من خودم یه روزی اون زمانی که می رفتم سیرک روز جمعه دانشگاه تهران اون به اصطلاح سیرک گردان اون روز آقای ارزم به خدمت یزدی محمدی یزدی ایشون همین مطلب رو گفتن خواستن که رهبری رهبر حافظ اندرینه خودشون رو که نه دینی برای من گذاشتن
دنیای همین مدنیست دنیای مدنیست بخواستم خلاصه یک بله کره ای از این آب این بحث آبشی به راه انداخته بودن بگیرم به نفع رحمتش. بله حرفشون چی بود؟ حجتشون چی بود؟ که حافظن لدینه به منظور به معنای حفظ دین شخص فقیه نیست که فقیه دین خودش بزن بلکه فقیه باید حفظ دین به معنای حفظ امت اسلام رو بنماید و طبیعتاً چنین فقیه باید اساس حکومت را بنا نهد و جالب‌تر از آن که یکی از مطالبی که در این باب به صورت غیر رسمی و غیر ژورنالیستی به قول معروف چون یعنی غیر رسانه‌ای بیان می‌شد تو پچ‌پچ‌های طلبگی و آخوندی و این برام برنشستن‌هایی که دعده به قول معروف می‌گرفتن بحث این بود که بله اگه قرار باشه که از شیعه در دنیا دفاع بشه شیعه در دنیا آبرومند بشه شیعه حکومت می‌خواد حکومت می‌خواد باید یه حکومتی داشته باشیم که پرچممون در سازمان ملل پرچم شیعه باشه آرم‌هامون آرم‌های شیعه باشه نمادهامون نمادهای اسلامی شیعه باشه با این حرفا خیلی خام یکی دیگه از حرفایی که می‌زدن این بود که اگر یه روزی دست ما به حکومت برسه اول اولتیماتومی که در دنیا می‌دیم به دولت سعودی می‌گیم یالا باید که بقیه رو بازسازه دقیقاً همینطور هم شد اول اولتیماتومی که دادن در پای روز قدس یعنی چی؟ یعنی آقای موسوی شما بالاخره دشمن صهیونیستی یا دوست صهیونیستی با روز قدسی یا بدون مخالف میگه نه من اتفاقا ضد روز قدسی روز قدسی که قرار باشه من هم گام با جریان فاسد و منافقانه و مزدرانه جمهوری اسلامی باشه بله مخالف میگه قرار بود که قاتلو و جاهدو ائمه الکفر با ائمه کفر ائمه کفر کسانی بودند که مسلمان ها رو روز روشن کشتند و به خاک انداخت در کجا؟ در امرقرای اسلام در مکه و مدینه بازارهای مسلمان رو یقما بود مسلمان ها شیعه نبودند که اون از شیعه دارن دفاع میکنن نه همه سنی بودند به اسلام مالکی و حنفی و شافعی و شافعی و همه اگر بررسی دقیق کنید آل سعود از صهیونیست ها صهیونیست‌ترن به دشمن‌ترن نسبت به اسلام اما نظام جمهوری اسلامی بعد از به کرسی نشستنش تحیت‌ها و تبریکاتی رو از همین نظام سعودی دریافت اگر قرار بودی که نظام شیعه خطرناک باشه برای دولت سعودی و دولت سعودی به اصطلاح که تحییت ها و تبریکاتی رو ارزنه میکنه بله کسی که سالها پادشاه عربستان بود رفیق صمیمی پادشاه در سایه ایران بود آروباهه که اینها دوستان صمیمی بوده انشالله بعد از اونی که آروبا هم به درک مایل بشه در چاه وید درک اسفل هم دوست صمیمی من آروبایی خواهد انشالله به امید اون روز که آروبا به درک منحل بشه به امید اون روزی که مردم ایران با مرد استبدادگران ضایع کنندگان حقوق اسلامی مدنی مردم حق درست فهمیدن حق آگاه بودن صحیح به یک آگاهی برسن به یک به اصطلاح دریافت منطقی برسن از دین امید من هر روز تقریبا چند بار با
رسای جمهوری اسلامی رو لعنت میکنم و از خدا میخوام که خدا ما رو به قعر چاه و درک اسفل ملحق کنه، به ظالمین طالبه، به یزیدیان و بکریان و عمریان و عمریان و عباسیان. من تو پس رو دعا میکنم هرچی زودتر پرچم بیعت مقدمه بیعت سالیس پرچم خراسانی و ایران خراسانی ایران کنید شیعیان دعوت بله بله در بسیاری از این حرف ها و صحبت های غیر رسمی و غیر رسانه‌ای بیان می‌گردیده همین حفظ مقدسات و بازگرداندن حرمت از دست رفته مقدسات به اصطلاح در بلاد اسلام مثل بقیع و امثال این حرف ها قبل از سال 57 در دوران 500 ساله زمین سازی دکاوت دولت میخوازه بیشون اما میبینید که بعد از استقرار یک حکومت به اصطلاح اسلامی و به اسم شیعه هیچ تلاشی برای اعاده احترام به حرمت مقدسات و بازسازی بناهای تخریب شده بقیه که نشد هیچ بلکه به صورت ریشه‌ای وزید بنایی از حاملین فکری که منجر به چنان حد که حرمت ها گردید نیز پشتیبانی کرده شده یعنی از اندیشه های اخوان المسلمین چقدر از کله گنده های ازهر و نمیدونم مثل ازهر دعوت کردن به ایران به چه هزینه هایی که براشون شد اصلا شما میدونید دوستان انگیزه دعوت این آقایی که خودشو ولی امر مسلمین میدونه انگیزه های دعوت او از قاریان بزرگ مصر ایران چی بود؟ میدونید؟ من چون خودم مدتی در شورای عالی قرآن فعال بودم برای هر جایی سرکی کشیدیم به خیلی قضایی ها رو تو همین فرصت های کوتاهی که در این محافل بودیم فهمیدیم میدونید انگیزه این آقا چی بود؟ مگه ایران قاری قرآن کم داره؟ مگه عباس امام جمعه کمتر از قاریان مصر قرآن میکنه؟ مگه حاج کریم منصوری کسی نبود که گریه همین رؤسای عرب رو در آورد؟ مگه حاج حسن ربیعیان کم شخصیت می کنند؟ مگه حاج علی اربابی کم کسی بود رو در آورد؟ مگه استاد رستمی شخصیت کمی بود؟ این حالا بر بچه های تهران و شنگون هم خیلی هاشون لای خیلی منصوری که خوز اسلامی هاشون ولی اون بچه هایی که من براخره مگه آی سبزلی مثلا کم شخصیت رو دارم قرآن که اینا میکنن حال هوای عجیبی دارن بسیار بسیار خود قرآن میکنن چه روز اونو داشت حتی من دعا میکنم برای همه این بچه های قرآن دوستانم خیلی هاشون دوستانم هست من شاگرده حاجی اربابی بودم، شاگرد حسن آقای بریان بودم در کلاس اینا خیلی زیاد بودم خودم قرآن میکنم، قرآن رو هم با سوز میکنم و گاهی اوقات با خوندن قرآن یدین مظلومیت قرآن در تفسیر قرآن و مفسران مصادیق گردیم دعا میکنم برای بچه های جامعه قرآن چون میدونم چقدر نسل من بود چقدر دعا میکنم برایشون که بیدار شن چون که دعا میکنم برای بچه های جامعه مدا چون خودم من مدت ها منبری جامعه مدا رو شنیدون میدم با جامعه مدا رو تفاهم کلن مجموعه مدا ها مرتبه بودم دوستشون دارم ولی خیلی خطر بزرگی هم در کمی
خیلی خطر بزرگ میکنید. سعی کنم بیدار شم، متوجه باشم، حواسون جمع باشم. همین قبل از اینکه بیام، مدتی قبل از اینکه بیام به لبنان، یکی از دوستان خوب مدده ما آقای ابراهیم نامی، ایشون برای من یه پیامتی زد که یه مطلبی رو نوشت در مسائل به نوعی اعتقادی و سیاسی، و بعدم آخرش نوشت که لبیک یا خامی. من در جواب نوشتم که یا صاحب هستم، بابت همه لبیک هایی که به غیر تو گفتیم هم پشیمانیم و هم شرمیم، و این رو براش در جواب نوشتم. دیگه بعد از این خبری ازش ندارم، ولی آرزو میکنم همه بچه ها جامعه مدعا، همه بچه ها جامعه حیات مذهبی، همه دوستان قرآنیمون اینها بیدار شن، رافضی شن، دستشون از بیعت دست شکستهی که نه این شکسته منظورم اون شکستگی که بر اثر بمب در مسجد ابوذر اتفاق افتاد منظورم نیست، معایرت نمی کنم ایشون رو بخاطر این اتفاق افتاده و دست ایشون، دست راست ایشون مشلوله، نه، دست توانایی ها و قدرت های ایشون شکسته است، چرا که یاری فاطمه زهرا نکرد، چرا که یاری علی مرتضی نکرد، چرا که زیر و رو کشید برای دین خدا، برای اولیا، چرا که مناسبت های سیاسی و ارتباطات سیاسی در حیرت، مناسبات سیاسی برایشون اهمیتش بیشتر از مناسبات دینی و اعتقاد، و ایرانی بودن برایشون از شیعه بودن و مسلمان بودن اهمیت بیشتر داشت، حفظ ایران، حفظ حکومت خودش بر ایران از حفظ حکومت حسین بر عالم اهمیت بیشتر داشت. البته استادی داشتیم که خدا هر جانس حفظش میکنم، چون یه وقتی من میگفتن آقا سید علی خیلی جوش نزن، خیلی قصه نخور، الان تو همین 1200 ساله بعد از 1300-400 ساله بعد از امام حسین، بعد از حادثه باشه، چقدر حاکمان آمدن، هیچ اسمی از این حاکمان هست؟ هیچ اسمی هست، اما اسم امام حسین یه روزی هم اسم این ها از صفحه زیرا مثل خودشون نهد، اما اونجا که میمونه امام حسین. ولی من این رو من به شما جامعه مدده و جامعه قاریان و جامعه مذهب، جامعه هیئتی از ما، این آقا چون میدونه یه روزی اسم خودش محو میشه، میخواد به خیال خام خودش اسم امام حسین رو منتها به بهانه های اظهار اسلامی و دینی و حسین، به بهانه های حرام. اما ما همونقدر که نفرینشون میکنیم و ایران رو براعت میکنیم از امروزشون، برای فرداهاشون به خدا قسم دعا میکنیم. من میدونم، من میدونم به خودش خیلی مجرد داسه و خود جناب رو مجرد بزرگوار و خیلی از آقای بزرگوار مراجعه برای این آقایون، علارغم این که از اعمال امروزشون و رفتارهای امروز و دیروزشون اعلان براءت میکنن و نفرین میکنن ستم اونها رو و ظلم اونها رو، اما دعا میکنن، به خدا قسم دعا میکنن، دعا میکنم من به روزی همین آقای پستر پاستور میشین داش، شاید بشه، شاید بشه، شاید اگر بخواد میشه، اگر بخواد قطعا میشه. خب از بحثمون دور نشیم، هنوز حرف برای گفتن زیاد داریم در این جلسه. اما می‌بینیم که بعد از استقرار یک حکومت به اصطلاح اسلامی و به اسم شیعه، هیچ تلاشی برای اعاده احترام و حرمت مقدسات و بازسازی بناهای تخریب شده بقیع که نشد، هیچ
بلکه به صورت ریشه‌ای و زیربنایی از حاملین فکری که منجر به چنان حد حرمت‌ها گردید نیز پشتیبانی گردیده است. اینجاست که می‌فهمیم که عجب ما هم در رفتار ما مثل عبدالحمید دوم پادشاه عثمانی شعار می‌دهیم هیهات من الذله، در عمل اجرا می‌کنیم هیهات من الذله. شعار می‌دهیم الاسلام و یعلو ولا یعلو علی، اما در عمل اسلام رو عالی و متعالی نمی‌کنیم. ریشه چنین رفتاری چیست؟ چیزی نیست الا اینکه ما احساس بزرگی، آزادگی، آقایی و گرامی زیستن را از دست دادیم. چرا؟ چون ما خود به دست خودمان را ذلیل می‌کنیم. چگونه؟ در حالی که دارای پایه‌های اعتقادی اصیل و صحیح هستیم، تلاش می‌کنیم خودمان را در زمره امتی قرار دهیم که پایه‌های اعتقادیشان گمراهانه و خرافه معابانه است. افکار و اندیشه‌های را برای خودمان عقیده می‌پنداریم که پوسیده است و با تمسک به آن عقاید هرگز امکان این نیست که بتوان حرمت مقدسات را باز یابیم، بلکه روز به روز مقدسات بی‌حرمت‌تر می‌شود. ما در ظاهر فتوای قتل سلمان رشدی می‌دهیم. گرونم خوش میکنید تنها فقیهی که با سلمان رشدی شاخ به شاخ شده برای او فتوای قتل نوشت امام خمینیش شیخ ازهر مصر نوشت، مشایخ به اصطلاح وهاب فقط امام خمینی. در ظاهر داریم با سلمان رشدی مثلا میشه، اما در حقیقت امر جاده رو برای اقبال مردم عالم نسبت به بافته های سلمان رشدی که نیست الا بر اساس ان عایشه ان رسول الله، ان ابی هریره ان رسول الله، ان مالک ابن انس ان رسول الله، تمام اونجی که سلمان رشدی در کتاب آیات شیطانی نوشت به اساس کلمه آیات شیطانی بافته دروغ عایشه است که ما در بحث آن روزه که عایشه از کرد میخدمت اعتقاد بر این داره که 6 ماه رسول خدا جادو زده بود، مسحور بود. بله، اشاره به رفتار و کردار وهابیان و سعودیان در طی این 100 سال اگر بشه خون از دلهای ما و از چشمان ما جاری بشه. چه باید؟ اعلام جنگ و حرب و جدال آشکار و پنهان یا جهادی فرهنگی، جهادی اقتصادی و سیاسی علیه قاصبان آزادی و آزادگی مسلمانان؟ چرا که اونها اعلام جنگی آشکار و پنهان کردن، رسماً حمله کردن، جنگ تبلیغاتی با اون تبلهایی که میکوبیدن و فریاد میزدن امروز ملک از آن فرزند سعود است. با اون سلاحهایی که از استعمارگران به اونها رسید حمله کردن به بازارهای مکه و کشتن و زنان رو به کنیزی بردن، زنان رو مسلمان، دقیقا همون رفتاری که خالد ابن ولید میکنه نسبت به مالک ابن نویره و قوم اون، همون دقیقا همون الگوها. مدرسه یک مدرسه است، مدرسه عایشی، مدرسه بکری و عمری، مدرسه سیف الشیطان خالد ابن ولید. بله، مدرسه یک الگوها دقیقا همون الگوها. جهاد فرهنگی، در حقیقت جهاد ضد فرهنگی و جهاد اعضایی و جوارحی، جهاد گرم علیه
اسلام و شیعیان. جهاد اقتصادی و سیاسی علیه اسلام و شیعیان اعلام کردن همچون جهاد. پای این جهاد هم 100 سال تا امروز وایستدن، تا قبل از این 100 سال از زمانی که ملعون ازل به ابد تقی الدین یا بگیم شقی الدین ابن تیمیه این بساط رو انداخت تا این زمین فراهم شد توسط پسر عبدالوهاب و کار به اونجا کشید، در این 100 سال چه بر سر مسلمانان و شیعیان در این قضیه همه مسلمانان گرفتار برادران. بله، در یک فرصتی اگر باشه ما باید مستقلا در مورد ریشه های یهودی دیانت بکری و در رأس انحراف این دیانت بکری در مورد وهابی ها و سلفی ها بحث کنیم. جالب اینجاست که همین آقایان حضرات با تمام بیشرمی و اعتماد به نفس شیعیان رافضی سربلند امیرالمومنین و رسول خدا رو متهم به این میکنه که شما ریشه‌های یهودیه و شما پیروان عبدالله بن سلام هستید. و جالبه خیلی از ما شیعیان در طول عمرمون گاهی تا سنین 23 سالگی نام عبدالله بن سلام رو هم نشنیدیم. چی این کار؟ عجیبه. تمام ملت‌ها، تمام امت‌ها مؤسسین خودشون رو احترام می‌کنن. مؤسسین خودشون احترام می‌کنن. از علت اینکه بکریان اینقدر ابوبکر و عمر رو و اینقدر عایشه رو و حفصه رو تکریم و تعظیم می‌کنن چی؟ چون مؤسس یک دیانت هستند. مؤسس دیانتی هستند در مقابل دین خدا. وقتی جدید در قرآن و سنت رسول خدا و عطرت پاک رسول مؤسسین خودشون احترام میکنن، اسم مؤسس خودشون رو، مؤسس دین خودشون رو فرزندانشون میذارن. حتی غیر مسلمان ها طرفداران مارکس، کارل مارکس، چه عزتی به این آقای کارل مارکس میذارن، مؤسس مارکسیسم، طرفداران بودا، طرفداران نظام به خدمت حالا آقای دالای لاما، طرفدارای سای بابا، ای هر کسی کل من فی الوجود یطلب سیدا ان من اختلاف شبکاتی، هر کی در حد توی افتاده اون صاحب تور رو چقدر. بله، حالا سوال ما اینجاست، کدام شیعه، کدام شیعه اثناعشری رافضی رو دیدید که نام فرزند خودش رو بذاره عبدالله، بعد ازش بپرسی آقا به چه مناسبت نام این بچه رو گذاشتی عبدالله؟ بگی به مناسبت این که اسم او وقتی میارم یاد عبدالله بن سلام. یه سوال دیگه، اگه ما میگیم حقیم، میگیم حقیم و میگیم پایه ما پایه حقه، پس باید مؤسس این دیانتی که شما میگید دیانت گمراهانه است باید که بشناسیم و تعظیمش کنیم، مساجد به نامش کنیم، حسینی هامون رو به نامش کنیم. چرا پس هیچ وقت اسمش رو نمیاریم؟ میگن ها برای اینه که شما میدونید که این فرد یک فرد یهودی مسلمان شده بود که عمر خودش رو زد به شیعه علی بودن و اومد و خب مگه شما نمیدونید که پایه‌گذار دیانت بکری یک بدتر از یهودی بود، یک بت پرست و عمر خودش زد به مسلمانی و چه بلایی سر اسلام بود؟ شما میدونید چه فرقی میکنه اگر ما در مورد عبدالله ابن سبا هر چی فکر میکنیم به خودمون مربوطه، حالا شما نسبت به اون بد فکر میکنید بد فکر کنید،
همچنان که ما نسبت به ابوبکر بد فکر میکنیم پایگذار دیانت شما، اما شما اسم ابوبکر رو بچه‌هات میذارید. چرا؟ چون قبول داری ابوبکر پایگذار دیانت بکری است و عمر پایگذار دیانت نفاق آلوده عمری و بکری است. اسم دخترتون رو عایشه میذارید، ولی چرا ما اسم بچه همون عبدالله نمیذاریم به مناسبت عبدالله بن سلام؟ اگر قبول داریم که او پایه‌گذار تشیع. سوال مثلا به این نوع استدلال میگن استدلال استقرایی. بگردیم که همه قراء اسلام و شیعه یه نفر گفته آقا من از بچه هم گوشم عبدالله، منظورم از این عبدالله عبدالله بن سلام. بله، حالا سوال ما اینجاست که این حمله‌ای که علیه اسلام شد چرا بیشتر از همه مسلمین علیه شیعه شد؟ چرا امروز شیعه مورد هجوم همه حقوق بگیران و مزدوران دیانت بکری است؟ دیانت بکری که باید به تفصیل بیان کنیم با استدلالات دقیق در برنامه منحصر به فرد که این دیانت، دیانت تراشیده دست یهودیان سیاسی، یهودیان سیاست باز، سیاست کار. چرا شیعه مورد حمله قرار میگیرد با این قوت و قدرت؟ چون شیعه رأس اسلام. اگه میخوای کسی رو بزنی رأسش رو بزن، قلبش رو بزن. این نکته رو البته من تمام نکردم، حالا الان بذار به ذهنم اومد. عموم پیروان ادیان، ادیان مختلفی هست، میگن که بله دین امری قلبی، ربطی به معادلات عقلی نداره. تنها و تنها و تنها دینی که با کمال افتخار بیان میکنه که هیچ جنگی بین اطمینان قلبی و اقناع منطقی عقلی نیست، ما شیعیان هست. معتقدیم اون چرا که عقل بهش میرسه، قوانین عقلی به او دست پیدا میکنه، قلب هم با کمال اطمینان میپذیره. پرستش ابراهیم نسبت به خدا علیه السلام، پرستش ابراهیم علیه السلام نسبت به خداوند سبحانه و تعالی از همین جنس، پرستشی قلبی و پذیرشی عقلی و کاملا منطقی. قلبا پذیرفته بود که خدایی مهربون‌تر از این خدا نیست. پس به منطق عقل این خدا اگه به من بگه بچه‌ام رو هم سر ببرم، یقینا به مصلحت جاست که قلب میپذیره، عقل هم تایید. اونهایی که عقل و دلشون با هم هماهنگ نیست، یا مشکل عقلشونه یا عقلشون مشکل داره، جدی عرض میکنم، و یا قلبشون مریض. اگه عقلشون قانع شد که این امر صحیحه اما دل نرفت و دل صاحب دل رو نکشید، با اطمینان نرفت سراغ این امر، این دل مریضه. یا اگر دل رفت سراغ دین اما عقل قانع نشد، عقل ناقصه. اما اسلام، اسلام محمدی علوی هم عقل رو اشباع میکنه و اقناع میکنه، هم دل رو به اطمینان میکشونه. الا به ذکر الله این قلوب، همون ذکر اللهی که اساساً ذکر الله یعنی خلیفة الله. ذکر الله کیه؟ چیه؟ مصداق ذکر الله محمد آل محمد، محمدی که نبی خداست، نبیی که عقل ظاهره، همچنان که عقل در منطق او نبی باطنه. پس محمد به ذکر خداست که خلیفه خداست، که عقل آشکاره، او دل رو اطمینان می‌بخشه. اینجا
اطمینان دل رو میبینیم که منطقه این تعریفی است که ما شیعیان محمد و آل محمد عرضه میکنیم به جامعه بشر برای دین. اما همینجا من اعتراف میکنم که ما درباره دین کوتاه کردیم، میدونیم که من راه نجات ما و همه انسان ها دیم، اما خدای تو شاهد باش من معترفم که ما کوتاهی کردیم و کوتاهی ماست که زمینه ظهور حضرت صاحب زمان بود و مسببات اون ظهور راهن. خدایا تو به بزرگی خودت، به عزت و عظمت خودت کوتاهی ما رو جدا کن. بله، اینجا فقط یک راه باقی میمونه، قیام لله، همون پیشنهادی که قیام لله نه به معنای اعلام جهاد گرم، بلکه اعلام جهاد فرهنگی و فریاد جهانی و بین المللی در مقابل چنین قضیه‌ای، قضیه حفظ حرمت مقدسات، ایجاد زمینه‌های بین‌المللی برای انجام فشارهای سیاسی جهانی و دیپلماسی روی دولت قاسم سعودی برای چنین قضیه‌ای مسلماً می‌تونه تأثیرگذار باشه. اگر در دنیا ما همین همایش رافضیان رو در عالم داشته باشیم، همایش میلیونی، 1 میلیون نفر رو ابتداءً در دنیا از رافضیان داشته باشیم که اینها پایبند به منهاج براعت باشن، منهاج براعت رو خوب بخونن و بفهمن. همین دو شب پیش، 4 شب پیش، یکی از بچه های حزب الله لبنان، حالا ایشون اومد و یه مجموع سوالاتی رو از من پرسید. منم وقتی زمینه رو در اون فراهم دیدم تا حقیقت بود و همون جلسه با ایشون رفت، خیلی با خودش درگیر شد و چند جا در صحبت‌های من گفت نه، این صحبت شما با متن وصیت امام خمینی جور در نمیاد. گفت نه، هم وصیت نامه اون شخص رو هم خوندم هم تدریس کردم، مثلا این دو قصه هایی که براشون گفتم در حاشیهش به معنی به اصطلاح متن منهجی علمی به اون برنامه درسی هم خودم خوندم هم درس دادم اون زمانی که به اصطلاح گمراه بودیم، هنوز توبه نکردم، هنوز شیعه رافضی نشده بودیم، هنوز بدخی مذهب بودیم، کمونیست بودیم. به اون متوجه شدم که ظاهراً یه چیزی در این دوران به اسم وصیت‌نامه رحمانی توضیح شده که غیر از این چیزی است در ایران قرار شده. ایشون برای ما وصیت‌نامه که اینجا به ایشون ارائه شده رو بیارن، ولی در نهایت کار ایشون گفت راه حل چیه، من باید چی کار کنم؟ اون میگه اصلا فردا من نرم سر کار، نرم تو مجموعه حزب الله انجام یاد کنم. نه شما بل در حال نرفتن کنم مشکلاتی برای شما خواهد ایجاد کرد که شاید قابل جبران نباشه، اما من به شما اصطلاح مطالبی رو میدم گوش کنم. وقتی که ایشون فهمید که این منهاج به صورت اصطلاح ممنهج منهج شده، برنامه درسی نوشته شده، کاملا آکادمیک شده، آماده خوندن و شنیدن هست، خیلی خوشحال شد. عزیزان هم منهاج براعت منهج نویسی شده، برنامه نویسی شده، برنامه ریزی شده است.
کلاس اول چی باید بخونیم، کلاس دوم چی باید بخونیم، مرحله مرحله چی باید بخونیم، چجوری باید قانع بشیم در اینها. وقت ما کمه، سه روز واقعا کمه. من یار دیگری رو ندارم، منم و من. هیچ کس فعلا اینجا حاضر نیست، در ایران که هیچ کس حاضر نیست از داخل ایران همکاری کنیم. از همین لبنانش هم خیلی ها ما رو برحذر میدارن، میگن که خطر داره، مواظب باش. حالا ما خودمون رو سپردیم به مادر مفاقی، ولی خیلی ها میترسن. الان به هر حال من یه روزی از این لبنان من رو بیرون کنم، کجا باید برم؟ اما از این قصه ها ترس ندارم. نترسیم. بیایید. این دعوت ما رو بپذیرید. بیایید. سعی کنید بفهمید. بفهمید. میگم بفهمید یعنی منم باید بفهمم. منم خیلی حرف هست که هنوز نشت میدم و نفهمید. خیلی حرف هست که هنوز باید بخونم تا بفهمم. برای اینکه 50 سال وقت کمی نبوده. انحراف نمیشه. بسیار بسیار طولانی و بسیار طلایی در روزگاری که خیلی ابزار وسائلی به وجود اومد که قبلا نبود. و با کمک این ابزار وسائل در حقیقت از یک سال به اندازه چند سال ممکن بود استفاده کنم و الان هم میتونه این کنم. اون زمان که شیخ راشد سید عبدالحسین شرف الدین آمدی با شیخ ازهر نامه‌نگاری میکردن با هم و حاصل اون نامه‌نگاری شد کتاب المراجعات، چند سال طول کشید اون کتاب و این نامه ها فرق بیاده شد. امروزه ممکنه بشه در دو سه روز تمام متن این کتاب المراجعات روی واتساپ ارسال بشه و جوابش گرفته بشه. کاری که در طول چند سال نیاز بود، نامه ها بره بیاد بره بیاد، امروز در عرض چند ثانیه نامه از لبنان به مصر، از مصر به لبنان، از ایران به لبنان. همین در حال که من نشستم، عزیز دل من آقای ضیاء محرم از مصر برای من یه پیام بود، از چین برای من پیام، از امریکا برای من پیام، از لندن پیام، من پیام میفرستم از استرالیا، از دیگران. یه همچین دنیایی شده، از این فرصت طلایی باید استفاده کرد، از این فرصت طلایی باید استفاده کرد. خب ممکن است که اینجا به کسی این حرف رو بزنید که آقا این که میگید ایجاد زمینه های بین‌المللی برای انجام فشارهای سیاسی جهانی و دیپلماسی روی دولت قاسم سعودی برای اینکه اونها مجبور شن بازگردونن حرمت مقدسات رو و بازسازی کنن و بازیافت کنن آبروی اقدس و بناهای مقدس رو بازسازی کنن، بعضی میگن این مسئولیت رهبران و قیادت هست. و زمانی که بزرگان و رهبران در حال کسارت و چرتند، امت را نیز چنین خوابی و چرتی فرا میگیرد. جواب ما اینه که البته این بهانه موجه برای ترک واجب از سوی احشاد و توده ها و جماهیر اسلام و شیعه و شیعه خصوصاً که شیعیان سروران مسلمانان هستند نیست. اگر من باور کردم من رأس این امتم، باور کردم که من باید به داد امت اسلام برسم، اگر من به این یقین رسیدم که نه این حرف غلطه که همونطور که تو فکر میکنی دیگران اشتباه میکنن، دیگران هم فکر کنن تو اشتباه میکنی، پس مقدسات و معتقدات هم دیگر مورد نقد قرار ندید. دیدگاه گورخری، همون دیدگاهی که جلسه پیش خوندم، بالاخره خلاصه این گورخره سفید خطای سیاه، سیاه خطای سفیده.
این اسلام به اصطلاح یا اسلام سفیده، این خطایی که میشه به اسم شیعه سیاست، یا اسلام سیاه، اسلام بدی عامه و شیعه است که سفید. حالا اونا تو رو سفید میبینن، اونا تو رو سیاه میبینن، تو اونا رو سیاه میبینن. شاید تو سیاهه باشی اونا سفیده، شاید تو سفیده باشی اونا سیاهه، معلوم نیست چی به چی. به این ترتیب میخوان گمت کنن، میخوان بنده و شما رو تو این فضا گم کنن، خودمون خودمون رو گم کنیم. دیگه باور نداشته باشیم ما حقیم، باور نداشته باشیم ما چون حقیم پس رأسی. بله، و اگر هم باور کردیم یک روز رأسیم، به این باور برسیم که این رأس باید همیشه شکسته باشه و افکنده باشه، و اسلام سرشکسته و سرفکنده، یعنی شیعه افکنده و شکسته باشه. اون مأموریتی که بله دجاریان و پیر دجاریان انجام دادن، و چه زیبا و در حقیقت چه زشت این رأس و این سر رو افکندن و شکستن. مسلمانان و قیادت اصلی اسلام یعنی شیعیان باید به آموزه های سروران و رهبران حقیقی خود بازگردن تا این کجی به قوام صحیح و راستی واقعی خود باز کرد. حدیثی بخونم برای از حضرت ابا عبدالله جعفر ابن محمد الصادق، شیخنا صفت الاسلام کلینی رضوان الله تعالی علیه، با اسناد خیش از جناب ابی بصیر نقل میکند که ابی بصیر میگوید سمعت ابا عبدالله جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام یقول، شنیدم آقا امام صادق میفرمودند که ان الحر حر على جميع، این عبارات رو بر سردر سازمانهای حقوق بشر جهانی با ورق طلا و آب طلا طلا که نباید با الماس و زمرد و بریلیان بنویسه. ان الحر حر على جميع، آزاد و آزاده در همه احوالش خود رست آزاد. این نابت خنافتتون صبر، اگر مشکلی و مصیبتی او رو در هم پیچید صبر میکنه. حالا من اینجور هم یه شاعری بگذی صبر و این تداکت علیه المصائب و لم تکسب، اگر که مصیبت ها او رو در زیر چرخ دنده های خود خواست له بکنه خود نمیشه. لم تکسب و لم تکسب و این اسر و قهر و استبدل بالعسر یسرا لا ینتصر المؤمن. اگرچه اسیر و گرفتار بشه، اگرچه در بند بیاد، و اگرچه سینه‌اش پر از درد و قصه و قهر بشه، و اگرچه سختی و گرفتاری و مصیبت جای آسانی و راحتی در زندگیه انسان آزاد و آزادی، اما مؤمن آزاد، انسانی که ایمان به آزادی و آزادی داره و با آزادی و آزادگی ایمان به خدا داره، این انسان هرگز نمیشه لایق است. شاید بشه یکی از عالی‌ترین نمونه‌های چنین انسان آزاد آزاده‌ای، نه شاه خیانت برادران و نه اسارت و بندگی ظاهری، نه غلام بودن،
و در بازار غلامان و کنیزان به فروش رفتن و نه تهمت ها و دروغ هایی که زنان شهرتباره رو بستن. هیچ چیز نتونست این انسان آزاد آزادی میشه گفت شاگرد اول مدرسه محمد آقای محمد، شاگرد اول مدرسه نبوت بود که معدن نبوت امیر المؤمنین علی با همه انبیاء بوده و هست. نام او امروز با همه انبیاء هست، نام او زینت بخش نام محمد است و انبیاء زیر سایه پرفیض محمد. رضا علی با انبیاء بوده و هست و خواهد در قیامت. انبیاء در سایه علی، نفس علی، محمد و نفس محمد. رضا یوسف صدیق آقا و سروری که همیشه آقایی و سروری خود رو حفظ کرد و همیشه در عین مشکلات و مصائب و اسارت و قهر و عسر و حرج خودش رو به عنوان بنده خدا قیمتی معادل قیمت بهشت خدا، بهشت رضوان خدا گذاشت و هرگز از این قیمت تنزل نکرد. بله، من یکی از تقاضاهایی که دارم هست برادران مبلغ خودم اینه که برای اصلاح این اصطلاح انحرافی که در عقیده مسلمانان و شیعیان بروز با ساخت این سریال به اصطلاح سراسر اشکال و پر انحراف یوسف سرکول بیان و از یوسف انحراف و صفت شخصیت های مالی فوریایی هنری بیان برای که این کجی اصلاح بشه بازخوانی مجدد کنن داستان. ای کاش هرگز ساخته می کاش هرگز سیال امام علی به بستر بفرستن. ای کاش هرگز سیال امام حسن مطبع نوشن با قرابت انحرافی و اشتباه با چالش نظام سیستم. اما در خصوص صبر، گاهی صبر میکنند افراد اون صبرشون بالله است، بالله و فی سبیل صبری در صراط مستقیم، استقامتی در سختی های صراط مستقیم، صبری عزیزانه است، عزت گاهی صبر علی الله است، صبری است که افراد میکنند تا فائق بیان الیاز بالله بر قوانین اما صبر بخاطر با همه امکانات که شیطان به جنود خودش اولیاء خودش میده باید استقامت. اونا هم این صبر رو نامش رو استقامت نمیذاره، نامش رو میذاریم لجاج، پافشاری ناجوان مردان، پای ناجوان مردی و نه پای مردی. این دو نوع صبر، دو صبر مزاد و متضاد، صبر لله و لله برای خدا و به استعانت و فی سبیل الله. به صبری هم هست که گفتیم صبر علی الله، استعلاء علی الله، برای اینکه میخواد سوار بر قوانین الهی باشه، قوانین الهی رو به زیر بکشه. یه صبری هم هست که ذلیلانه است. این صبر قطعاً خارج
عن سبيل الله. و اگر چه شاید در ابتدای کار در این جاده انحرافی فردی که داره حرکت میکنه و صبر میکنه منکر خدا هم نیست، اما ذلیلانه دم از خدا میزنه، یعنی هم خودش رو ذلیل میکنه هم خدای خودش میخواد ذلیل کنه. البته خدا سبحانه و تعالی از اینکه نام خدا ذلیل شد، نام خدا در این عالم سر و صحابی داره، ولیی داره که هرگز با خرد صفتی و پست صفتی یه عده‌ای که نه خدا رو شناختن ما عرف با حق قدره و نه صراط مستقیم علم الله رو شناختن، هرگز نام خدا بی آبرو نمیشه، چرا که نام خدا صاحبی داره، ولی میداره، اون ولی نگهبان نام خدا. اما قطعا این شخصی که ذلیلانه داره صبر میکنه و خیالم میکنه که برای خدا داره صبر میکنه، اگر سعی نکنه این صبر رو عزتمندانه کنه قطعا کارش به انکار خدا میکشه، چون هر چی صبر میکنه در این مسیر به جایی که عزتمند بشه ذلیل تر میشه. بله هر صبری ارزش داره، فقط یک وجه از این سه چهار وجه هست که ارزش داره، صبر در صراط مستقیم، صبر فی سبیل الله عزتمندانه است، رضای به قضای خدا داره، یعنی برنامه کلی که خدا برای انسان نوشته به اصطلاح امروز رو بخوام اینو داری به روزتر حرف بزنیم، اون برنامه شکل سخت افزاری عالم بهش اعتقاد داره، میدونه یک قضایی هست که لاغ رب بالا میاد، باید در این قضا الهی با همه سختی ها دست بهم، اما از طرفی هم تلاش میکنه اون چرا که خداوند در دست او قرار داده و تفویض به او کرده او رو به احسن وجه، به باری کلمه حسن مورد است، به احسن وجه یعنی به فاطمی ترین شکل، یعنی به عزتمندانه ترین شکل قرار بده. اینجاست که باید من یک دعای خوبی بزنم، حضرت قرآن ثقت الاسلام با اسنادش این حدیث رو به ابو الحسن احمسی میرسونه و جناب ابو الحسن احمسی از حضرت علی عبدالله صادق علیه السلام نقل از فرمودن قال ان الله عز و جل فضل الى المؤمن اموره كل، خداوند همه امور توی امور بنده مؤمنش رو به بنده مؤمنش تفویض که هر کاری تو بکنی من قبولت دارم، یه چکه به قول معروف سفید اینجا در اختیارش گذاشته، هر جوری تو خرج کنی هر قیمتی بذاری من پر می‌کنم. چرا؟ چون اعتماد به این مؤمن یک خصوصیت هایی در شأن و شخصیتش هست که خدا او رو قبول داشته، چرا که مؤمن سایه ولی خدا هست، چطور وقتی ولی صاحب سایه دستش میبره بالا سایه هم دستش میده بود، دستش میندازه سایه دستش میده، سایه بر طرف بر میگرده سایه بر، هر جوری این صاحب سایه حرکت میکنه اون سایه هم همین کنه، مؤمن حقیقی سایه بر میده. همون عزیزی که شنیدیم قطعا حضرت سلمان سلام الله افتخار همه مسلمان افتخار بشریت خصوصا مانیان، حضرت سلمان حتی پاشون رو روی جای پای ظاهری امیرالمومنین داشت، معتقد بودن که قطعا امیرالمومنین اون جایی که پای مبارکشون میذارن یه خصوصیت خاصی من همینجایی میذارم که آه امیرالمومنین داشت. همه امور مؤمن به خدا به مؤمن باقی، اما یک چیز مؤمن نمیده
این امر به مؤمن تحفیز نکرده هر کاری مفرد ولم یفوض الیه ان یکون قدر خدا قرار نداده بینده که مؤمن خودش رو زهیم کنه آل مردمش آل مؤمنین به هلاگه آل ای کسانی که سردر خونه باباها و بابا بزرگاتون نوشته بود دلال تو علی ابن علی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن امن از آن زلت نفس زلت برازنده من و خودشون به آی همه مسلمان هایی که در یک چیز همه با هم شریکیم به اون محبت و مودت علی دعا خدا برای من و شما ذلت رو قرار نداره و از ما نمیپذیر بزن بعد حضرت می فرماند اما تسمع قول الله از درجه یقول نشنید خداوند ولله العزت و لرسول عزت تنها از آن خدا و رسول عزت امریز این روزی بنده است امریز بسیار نیکو اما از مؤمن نیکوتره چرا که جایگاه مؤمن منصوب به محمد آن همچنان که ذلت چیزی زشت و بدی و از شیعه علی بدتر مسلمان بده انتصاب داره خب بعد فرمان که حضرت فالمؤمن یکون عزیزا ولا یکون مؤمن همیشه عزیز هرگز ذلت نمی‌بیند فالمؤمن اعز من الجبل مؤمن از کوه ذلت ستیزتر و عزت طلبتره الجبلو ينقص يا يستقل منه بالمعابل کوه با کلنگ با بیلای مکانیکی با دینامیت بالاخره منفجر میشه کوه رو میشکافه والمؤمن لا يستقل من دینه شیء اما از دین مؤمن چیزی با هیچ کلنگی کنده نمیشه این معناش اینه که عزت مؤمن به دینش اگه مؤمن دینش رو حفظ کنه هیچ بحث اینم مبحث بسیار مهمی بود که باید خدمتتون داشته باشه تا رها بشه اندیشه ما از قل و زنجیرهایی که به فکر و اندیشه من بسته از اون قولهای فولادینی که به پای ما بسته تصور میکردیم که بله مؤمن باید در دوران غیبت امام زمان ذلیل باشه مؤمن باید تا حضرت صاحب زمان ظهور نکردن و قیام نکردن تو سری خور باشه نه علاوه این که با هیچ صاحب پرچمی قبل از بزرگ خراسان دست بیعت نخواهیم و البته با خراسانی هم بیعتی صورت نمیگیره عزیزم او فقط اعلام میکنه که البیعتو لصاحب الزمان البیعتو لصاحب البیعت بیاین بریم بیعت با امام زمان خودشو صاحب بیعت بدونه و حدیث به بهمن تجد بیعت با ایشون بید اصلا این حرف اصلا این صورت خب عزیزان من خواهش میکنم از عزیز خودم باسل اخ باسل اخ العزیز باسل باسل الله يسلمه اذا ممكن تعلن ارقام التليفون بله برهان صبری که برای ما پیشنهاد کردن به عنوان راه حل راه نجات همون صبری است که در اون صبر رضای به قضای الهی میدیم و تلاش میکنیم برای تغییر دادن همه قدرهایی که دیگران خواستن بنویسن
دیگران خواستن رقم بزن، اما ما میتونیم با قدراتی که داریم قدر خودمون رو جوری رقم بزنیم که تغییر اساسی حاصل بشه. خدا یغیر با ما بخورمون تا یغیر ما با بله بله بله. خب خیلی عجیبه، الجبل و استقل منه بالمعاول، کوه کوه با همه عظمتش با بیل و کلنگ اونو میشه کند، با پتک میشه اون رو کند، با قلم و چکش میشه اون رو کند، های بسیار بزرگی رو از ریشه جمع میکنه. اما مؤمن هرگز چیزی از دین او کم نمیشه، یعنی از عزت او کم. خب این راه، راه بازسازی آبرو و عزت مقدسات ما در حقیقت بازگشت به عزت دینی، بازگشت به عزت اسلامی ماست، عزت حسینی ماست، عزت علوی ماست. چکار کنیم؟ شعار بدیم فقط یعل اسلام یعلو ولای اولا علی بنویسیم بزنیم بالای با انگشتمون رو؟ نه، اول از خودمون، از شخص خودمون شروع کنیم، از شخص خود التزامات، پایبندی ها، التزامات اول عقیدتی، بعد بارشه. بعد که میگم این بعد نه یعنی مثلا چند سالی ملتزم به شریعت نباشیم به این اعتقاد رو درست کنیم بعد، نه، بعدیت بعدیت در رتبه است، یعنی مطمئن بشیم که عقیده عقیده سلیمه است، بر اساس اون عقیده سلیمه التزام به شریعت داشته باشیم، اینطور نباشه که وقت تقدسی به همون دست بده که اگر خدایی نکرده این وضع میشه یا با عقیده باطل از چی طرف بیشتر دولا راست بشه، اون عقیده باطله محکمتر میشه و خطرش بیشتر میشه. پس اصلاح اعتقادی و مستقیم کردن اعتقاد در صراط مستقیم، حرکت دادن خودمون به اعتقاد، بعد هم پایبندی شرع، این میتونه شروعی باشه برای عزت، برای بازگردوندن عزت، رفع ذلت. بعد از خودمون، خانوادهمون، و بعد محله و منطقه و فامیل، دانشگاه و اداره و همینطور بازسازی. آقای یاسین از تهران بفرمایید. جناب یاسین هست. بفرمایید آقای یاسین هست. الو، سلام علیکم. سلام عزیزم، بفرمایید. وقت شما بخیر باشه. زنده باشید. آقای موسوی. بله، بفرمایید. اینقدر این برنامه های شبکه شما خسته کننده شده که روز گذشته دیدم یک بچه ای رو شما آوردید به عنوان کارشناس خودتون مطرح کردید، یک بچه 20 ساله که معلوم نیست کجا بوده چه کرده در این حکومت، و او رو به عنوان کارشناس تلفنی شبکتون مطرح میکنید. اینها جذابیت شبکه رو بالا نمیبره. حرفهای شما انقدر بیمغز و بیمحتوا هست که مردم راغب نباشن شبکه شما رو تماشا کنن. و انقدر شبکه داریم، انقدر شبکه های مفید مذهبی که در همه مناسبات همه جوره کم نمیگذارن برنامه های مذهبی و شیعه رو تبیین میکنن که برنامه شما علمی هست. شما میای از طریق یک چهار تا پیام واتساپ، نه کتابی رو نشون میدی، چهار تا پیام واتساپ رو نشون میدی و میگی که خواهر بسیجی اینو فرستاده، برادر نمیدونم چی رو فرستاده. علمیت که نداره برنامه شما، شخص شما هم که مورد تأیید نیستن.
رؤسای شبکه شما از اون یاسر حبیب و اینها گرفته، اینها که مورد تنقید مراجع نیستن و بسیاری از مراجع رو شما آقای یاسین عزیز شما بی سنده. آقای یاسین عزیز، برادر من، چرا خودتو اذیت عصبانی نشو، یه ذره آب بخور، صلوات بفرست، عصبانی نشو. آقای یاسین جان، آخه به قول خودتون روزهای قبل دیدم. آقای یاسین جان، عصبانی نشو عزیزم، یه ذره آب قند بخور بابا، فشار خونت میفته، اذیت میشی یا بالا میره، قندت میفته. آقای یاسین، بله نه، قند من میزونه. آقای یاسین، گوش کن عزیز من، گوش کن عزیز من. حالا برنامه ما کارانه ما جذابیه داره، پس شما برای چی داری میدونی؟ قندم میزونه. آقای یاسین، بله زنگ زدی فقط خودت صحبت کنی یا صحبت من رو میشنوی؟ نه بفرمایید، من دوست دارم پاسخ حرفای شما رو بدم. دیدم که عصبانی نشو عزیزم، فشار خونت بالا میره، قندت میفته، اذیت میشی. حالا عرضم به خدمتت که اگر برنامه اجازه بدید چه شما می‌بینید پس برنامه رو؟ فشارم و نمیدونم قندم و همه چی حالا ببینم، حالا ببینم نگران شما هستم. میگم که چرا برنامه ما تلویزیون بر تلویزیون بهتر است، چرا شما تلویزیون بهتر نمی‌بینید؟ خب برو ببین دیگه. بله آخه من چی دختی طرف میکنه به تلویزیون شبکه ایدم صحبت رو فلک ببینید؟ اگر میگی که فایده بی فایده است و جذابیت نداره، شما چرا پس میبینید؟ من وقتی که نگاه میکنم، دیدید آدم وقتی که یک قرون دو قرون پولی نیست که آدم زورش بیاد، اما وقتی که یک پول زوری اول و یک قرون باشه از انسان میگیرن و میستانن، انسان ناراحت میشه. مگه حالا کسی از شما پولی گرفته برای دیدن کنم بخواده؟ کلام شما مثل یک قهوه تلخه، اونم مسمومه، قهوه تلخ مسموم. خوردی شما از این قهوه تلخی خوردی که نوشه جونه ایشالله از این که خدمت مراجعه کن دکتر که مسمومت رو بزداری. آقای موسوی، من دوست دارم جلوی مرگ افراد رو بگیرم، شما دارید مردم رو بسند. شما ببینید، شما خیلی جوش برای مردم و افراد نزن، علما هستن جلوی مرگ افراد رو میگیرن، شما خیلی جوش برای افراد نزن. شما عرض کردم مواظبش بشه، خودت بالا نره، قندت نیفته، خیلی نگران نباش. این عزیزی هم که دیروز اومده بود کارشناس نبود، ایشون یکی از رفقا بودن که در ایران و عراق اذیتش کردن، در ترکیه الان خواستیم احوالی ازش بپرسیم و روی کانال عرضم به خدمتتون که یک مشتی رو نشان از خروار بگیم به مردم که در چه وضعیتی هستن. این مردمی که خیال میکنن آخوندها در کمال نمیدن رفاه و فلان، نه، یه در روحانیت هم هستن که دارن درد میکشن و سختی میکشن. آقای یاسین عزیز، فرمایش دیگه ای ندارین دوستان پشت خطن. بنده از اتهامات این آقا با خبرم در ایران چه کارها کرده. از اتهامات من چی؟ از اتهامات من بخواهدی؟ شما رو خودم دیدم که شما چه بدعتهایی رو بنا نهادی و چه بدعتهایی بنا نهادی؟ خوش از بدعتهای ما ذره بگیر آقای یاسین. صبر کن ای قهوه تلخ مسموم، صبر کن. ببین و بدان که اون آقای اون شیخ چی بود، فرانسوی، آقای سپنتاسیروز، اون آقای سپنتاسیروز هم در ایران جرمهایی داشت، من جمله جاسوسی. منم اخوت اومد جاسوسی داشتم، برای شما نگفتم من جاسوس بودم؟ استکبار رو میکنید شما، شمایی که متصل هستید به استکبار جهانی. کجا یادید چقدر صدا شدید چیز شده الان که اینجا صحبت میکنید؟ یاد صدای بازیگر دندیگو دلاروگا توفون زورو میفتم عزیزم، خیلی قشنگ صدا در میاد. خیلی ممنون از تماسی گرفتید. با قلم شما رو مثل قلم الان قدر میکنم. مضحکی شوایی هم مضحکی. آقای یاسین، خیلی قشنگ صدا در میاری، واقعا تبریک بهت میگم. استقبال جهانی حرفا رو از رتمن باشه، خوب بهت یاد دادن، باری کلا آقا پسر. تو همین حال و هوا بمون، قهوه تلخ ما رو هم نخور. قهوه تلخ ما رو خیلی مایلم بخورم که از خواب بیدار بشن میکنم. آقای محمد عزیز از خواست. باشه. آقای محمد عزیز از خواستم، بفرمید. سلام عزیزم. های موسوی جانم، بفرمید. صدا واضحه؟ بله بفرمید. خدمت عرض کنم که ابتدا از این بنده خود آقای یاسین،
ایشون 3-4 نوبت به شکل‌های مختلف و اسمای مختلف اومدن رو خط، یه بار سوپری اومدن، یه بار به عنوان یه نفر که کمک مالی کرده، الان اینجوری. ولی کار حالا بیشون ندارم، فقط بدونن که مخاطبا حواسشون هست. بعدم آقای موسوی بنده الان شاید 10 نوبت باشه که شما رو دیدیم، برنامه‌تون رو دیدم، 15 نوبت از همون ابتدا برنامه‌تون رو دیدم. ما حسلش نمیگم سوء نیت دارین، ولی خب دیگه درگیر شدیم دیگه، به قول معروف نمیشه سر سرش رو جمع کرد. این طرفی که این منهازی که شما دارین میگین، اینم آخرش همونه، هیچ فرقی نداره، فقط چه تزمینی داره که این سر و پا بگیره بعد بشه جمعش کرد. نه فرمید که چی سر آخرش چیه فرمودی؟ میگم این منهازی که شما میفرمایین چه تزمینی هست که اگه سر و پا شد قوت گرفت بشه بقیه مسائل و بقیه درگیری ها اینا رو بشه جمعش کرده. قربان شما برم، منهاج ما سر پاست، الان نیست که اینطور نیست که بگیم سر پا، سر پا شدن منهاج ما به این نیست که ما بگیم مثلا چی منظورتون از سر پا شدن چی. اول اینو به من بگید، خیلی جالب شد بحثمون. منظور شما از اینکه بگید اگر سر پا شد چه تضمینی داره که بشه جمعش کرد، منظورتون چی از سر پا شد؟ شما دارین، ببین آقای موسوی، شما دارین با یه شکلی این 50 سال اون برنامه دیروز فرید دیروزتون که نیم قرن دروغ، یه جوری دارین 50 سال متهم میکنین که امثال امام خمینی اینا سوء نیت داشتن. این خیلی مهمه، این که یه وقت بگی آقا این طرف اجتهادش اینه، اشتباه رفته مسیر اون یه هست، ولی این که بیای متهم کنی طرف رو بگی آقا سوء نیت داشته، این اصلا یک گوشش باز و قول ما دیگه. آقا محمد جان، برادر ما به این عقیده قائلیم که قصه دین خدا اجتهادی نیست. دین خدا نیست که من اجتهاد کنم، در عقیده نمیتونم اجتهاد کنم، یعنی در عقیده نمیتونم اجتهاد کنم، چون که در شریعت هم نمیتونم اجتهاد شخصی کنم در مقابل ارزم به خدمتتون که صاحب شریعت، همچنان که در شریعت باید پشت امام معصوم اجتهاد کنم، در عقیده هم اگر اجتهاد کردم و اجتهادم سر از ارزم به خدمتتون مارکسیسم و سر از بهائیگری و سر از نمیدونم وهابیگری و سر از ارزم به خدمت شیخیگری و زیدی اینا در اومد، من عملا از منهاج محمد آل محمد جدا شدم. الو 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 آقای موسوی، من شازم الان تموم میشه، فقط این خدمتتون بگم که الان بیشتر دعوا سر این، فکر میکنم که شاید میگم اون حرف یه نوبت دیگه زدم خدمتتون، این ممکنه یه سفره فن بوده برای از جلوی دی برای نه ببینید این حرفو نزنید، من گفتم جواب شما دادم، اگر اینطوری بخواد بعدین دیگه تلفن شما من استقبال نمیکنم. یه بار حرف رو یه بار من به شما گفتم سر این سفره بودم، منتها این سفره پر از خون و معذرت میخوام استفراغ و عفونته، از سر سفره خون و استفراغ و عفونت و نجاست بلند شدم و دارم مردم رو دعوت میکنم که از سر این سفره بلند شد، در چه برنامه در نیم قرن دروم، اما در برنامه منهاج بقید دارم از رو دعوت میکنم بیان بشن سر سفره محمد و آل محمد. حالا قد شده لزایر شارج شما هم تمام شد، قد شده نداره، خدا کنه که شارج دلت قد نشه آقا محمد عزیز، ولی اینو بفهم، بار دیگه هم میفو نزن و مطلع باش، بفهم قضیه رو کاملا، همینجا بفهم. من سر این سفره بودم، من به اصطلاح کارمند رسمی بودم در جمهوری اسلامی توی تشکیلات شورای عالی قرآن و در تشکیلات ارزم به خدمتون که سازمان فرهنگ و ارتباطات و در بسیج و سپاه و وزارت اطلاعات من رو به عنوان یک فرد مورد به اصطلاح ثقه در اون مأموریت که خب می‌خواستن ما رو بفرستن قبول کرده بودن ما رو بر بله. ولی اینکه وقتی این سفره پر از خون و به اصطلاح عفونت بلند شدیم از سفره، در برنامه روز یک شنبه میگیم مردم بلند شید از سر این سفره، در برنامه روز شنبه اون میگی مردم از سر سفره اسلام مزور بلند شید، اسلامی که نصفش مال عایشه است بعد از دهن کثیف عایشه بگیریم، از سر اون سفره هم بلند شید، کجا بشینید؟ بیاین سر سفره محمد و آل محمد، هممون بریم سر سفره علی و آل علی. دوست عزیزم بفرمایید، بفرمایید. السلام علیکم. الو سلام علیکم آقای موسوی، بفرمایید. ما حسنا باش انا عرضی داشتم براتون، انا بچه ها همه دوستان ما میگن
اگر آقای مستوی رساله داره ما هم عزش تقلید کنیم. نه بنده رساله ندارم، بنده رساله ندارم، نه خیلی بنده فقیه نیستم، صاحب رساله نیستم، نه خیلی. اگر فقیه نیستیر اومدی رو تلویزیون چی میکنی؟ همی خواهم عزت بکنیم، تقلید کنیم حالا، نمیشه عزت بکنیم؟ نه خیلی، تقلید نمیتونی بکنیم. یعنی جایز نیست عزت بکنیم تقلید؟ نه خیلی، تقلید نمیتونی بکنیم، من مجتهد فقیه نیستم، صاحب رساله نیستم. ها مجتهد نیستی پت امامه داری، ناس، سید، چینه؟ بله، امامه دارم، درس خوندم، طلبه بودم، ارزم به خدمت که زحمت کشیدیم حالا در حدی که میتونستیم، اما به مقام فقاهت و اجتهاد نرسیدم. دلیل نیست که هر کس مؤمن باشه، فقیه باشه. ها پس چرا اجتهاد میکنی؟ داری نشستی تو تلویزیون الان از خودت میگی اجتهاد میکنی؟ اجتهاد نمی کنم، اجتهاد اینه میکنه؟ اجتهاد همچه ادعایی ندارم من، دوست عزیز من، اشتباه به شما مطلب رسوندم. و حالا بچه ها میخوان تقلید میکنن عزت، چرا خسیس میشه؟ میخوان عزت تقلید کنن، بذار تقلید کنن عزت. خب حالا یه کار دیگه میتونن بکنن، یه کار دیگه میتونن بکنن، بیان از این کار من تقلید بکنن اگه میخوان تقلید کنن، بیان از آزاد فکر کردن ما تقلید کنن، این یه کاریه که ارزش تقلید کردن داره، بیان از آزاد اندیشی من به عنوان برادر روحانیشون تقلیدم نمیگم، این دعوت من رو بپذیرن که برادران من بیاد شما هم مثل من، عرضم به خدمت این کلاهکی رو که تو سر منم گذاشته بودن من در آوردم از سر خودتون در بیارید و بیاید درست فکر کنید. نگاه تو اینجا تو ایران بودی، تو ایران بودی، بهت چیز میدادن، پول میدادن، الان رفتی بیروت اونجا بهت پول میدن، تو برای ایران کار میکنی، تو به نفع ایران کار میکنی، ایران پشتت میگیره، تو همه کار به نفع ایرانه. خیلی لهجه قشنگی، اهل کجای شما؟ تو جاسوس ایرانی، رفتی بیروت، جاسوسی تو، جاسوس مال ایرانی، تو به نفع ایران کار میکنی، تو مال اطلاعاتی. خب اگر یه همچین مطلبی میتونی اثبات کنی شما بذار روی فیسبوک ما در فدکی فراسانی که مردم کنی منو نخورن بده عزیزم، پول میگیری اصلا هم همش میخندی، همش تربیت بازی در میاری، هیچی بلا نیستی، خب چطا نخندم، میخواید بیت بیت مخره میکنه، برا بشین بستنی بخور، میبینیم کی بخور، برا مغازه دلغک، اینا چیه؟ مردم مخره میکنی تو. خیلی خوشحال کردیم آقای عزیز من، برادر من، دلمونو شاد کردیم، من دلم خسته بودیم، ممنون شما هستم. میکنیم عزت تقلید جان، میکنیم تقلید عزت، اگر رساله داری که عزت تقلید کنیم. نه رساله ندارم، گفتم در همین یه مورد از من تقلید کنیم، آزاد فکر کنیم، اندیشه و تفکر آزاد بشه، یه رساله بده ما عزت تقلید میکنیم. باشه چشم، اگر انشاءالله توفیق بده کردم درس بخونم بیشتر و فقیه بشم و صاحب رساله بشم، باشه رساله میدم اعلام میکنم شما بسیار حالا فعلا برو شما از همین مرجع تقلیدی که الان داری فعلا تقلید کن تا بعد انشاءالله به نوبت به ما برسه، فعلا هم نوبت به ما نرسه. من منتظرم از تقلید کنم، من منتظرم، من از کسی تقلید نمیکنم، منتظرم از تقلید کنم انشاءالله که عمر شما انقدر طولانی باشه که به تقلید ما هم برسی انشاءالله، زنده باشی انشاءالله. خیلی تقلید بکنی، من میخوام بکنی، من مکان ندارم، من میخوام عزت تقلید کنم، من مکان ندارم، منتظرتم. باش باش، ها بعد نگی بعد نگفتی حالا شما اهل کجا هستی؟ خب بفرست برام، بفرست برام، بد عدس میده برام، بفرست رساله، میخوام بکنم تقلید عزت. ها نخندم، چرا بهم میخندی؟ چرا بهم میخندی؟ صدای من رو دارند عزیزان؟ خب عرضم به خدمتون دیگه لحظات آخر برنامه است، بالاخره دوستان میبینن من یک دو ساعت صحبت میکنم خسته میشم، لطف میکنن به ما زنگ میزنند و برای تغییر ذائقه ما و تغییر ذائقه برنامه از باب اینکه ما هم خب میپذیریم این صحبت ها رو که عدالت رسانه‌ای به قول دوستانی که مدعی عدالت رسانه‌ای هستن و خواهان این عدالت رسانه‌ای هستند
ارزم به خدمتون که رعایت بشه. در حال من خواهش میکنم که شما در خود باشید. آخرین تماس آقای سید محمد از خوزستان. بفرمایید آقای سید محمد. سلام عرض میکنم خدمت شما استاد بزرگوار. سلام عرض میکنم من خدمت شما عزیزم. بفرمایید استاد قاسمی، نظر شما راجع به مرحوم آیت الله بهجت چیه؟ قربانتون برم، من این مطلب رو گفتم بارها، گفتم که ایشون یک عالمی بودن، عالمی در حد خودشون بزرگ، و اینکه عرضم به خدمتون که دیدگاه ما نسبت به اعتقادات ایشون چیه، عرفانی که داشت ایشون، فلسفه‌ای که داشت اینها چیه، این یه بحث مفصل می‌کنم. در خصوص بحث تصوف و وحدت وجود و نمیدونم فلسفه و اینها گفتیم که اگر آقای شیخ محمد بهجت، معروف به آیت الله بهجت، ایشون تمایل به صوفیه داشته بودن، ثابت بشه تمایل به تصوف دارن، تمایل به عرضم به خدمتون که معنای و مفهوم وحدت وجود داشته باشن، تمایل عقاید باطل فلسفی داشته باشن، برای ما مردودن. اما اینکه ایشون یک فقیهی بودن و در فقه ایشون هم نقاطی بود که قابل عرضم به خدمتون که به چالش کشونده شدن ایشون هست، یعنی میشه ایشون رو با اون حرفا به چالش کشوند، مثل قضیه جواز عقد منقطع برای دختر باکره. اما اینکه این بحث علمی روی شخصیت ایشون و علم ایشون و عقاید ایشون یه بحث دیگه، اینکه آقایان پوستینباز جمهوری اسلامی از ایشون رفرنسی برای حساب خالی خودشون درست کردن، یه بحث دیگه است که با این کار دوم، با این بحث دوم، با این شیطنت دومه در روزن کن نام جمهوری اسلامی، ما سفت و سخت دشمنیم و مخالفیم. قد شد علازاد. خب دیگه وقت برنامه ما هم تمام شده عزیزان. لعنت دارد جان. اخباس بی صوت لحدا ادنا خلاص برنامه. از هر چه بگذاریم سخن دوست خوشتر است. السلام علیک یا ابا عبد الله علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، بلا جعله الله اخر الاهل مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. بینندگان عزیز نام برنامه کانال فدک و صوت الادب، هر کجا هستید تا وقت دیگر همه شما رو به خدا میسپاریم. انشاءالله موفق و معید سور باشید. با همه شما خداحافظی میکنم و عرض میکنم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.